به برنامه پخش مستقیم امشب خیلی خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در این سه‌شنبه شب سوم آذر ماه 1394 با عنوانی که در پایین برنامه ببینید، وحشت جمهوری اسلامی و اون چیزی که خودش بهش میگه تهاجم فرهنگی، راجع به این موضوع امشب صحبت خواهیم کرد. نکات بیشماری در این رابطه هست که هم شما عزیزان بیننده و هم اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی میفته و شما منعکسش میکنید به ما خواهید گفت که نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی به چه چیزی تهاجم فرهنگی میگه؟ نفوذ ماجراش چیه؟ خامنه ای، بیت رهبری و دار و دسته حکومتی جمهوری اسلامی از چه وحشت میکنن؟ مثلا سعیدی، یکی از سرکردگان بیت رهبری در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، میگه که امریکا، شوروی سابق رو مقصودشه، با مکدونالد زمین زد. مثلا رفت اونجا شعبه مکدونالد درست کرد و بعد شوروی سابق سقوط کرد. خب حالا جدا از جعل تاریخ و اون چیزی که اصلا شوروی سابق یعنی سرمایه‌داری دولتی رو ورشکست کرد و زمین زد و تاریخ چش و فلان و اینها، یک طرف جنگ سردی، یک طرف و کلن سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری و روابط بین المللیش یک طرف. جمهوری اسلامی اساساً کارش اینه که دنیا تبدیل میشه به طرفداران و ولایت فقیه و مخالفین ولایت فقیه و همیشه خودش رو در خطر میبینه. جمهوری اسلامی از بدو روی کار اومدنش به عنوان یک حکومتی که به فردای خودش امید نداشته، تا به حال در همین 37 سال که با سرکوب و کشتار و تحمیل فقر کار خودش رو انداخته و البته نفرت عظیمی نسبت به خودش ایجاد کرده، هر روز وحشتش بیشتر از قبله. بعد از توافقات هسته‌ای، جمهوری اسلامی و به شخص خامنه‌ای به خوبی آگاه بودن که مردم در اینجا نمیمونن. همون روز اعلام توافقات هسته‌ای مردم ریختن توی خیابون و زدن با شادی حجاب پرت کردن و هر کار دیگه‌ای که از دستشون میومد. اون تلاش مردم، پیامش برای کل دستگاه حکومت اسلامی با خامنه‌ای و روحانی و دیگر جناح‌ها و دار و دسته که از اساس اینها یکی هستن، پیام این بود: خب حالا ما حق خودمون رو می‌خوایم. به نام اینکه اتم داریم، اورانیوم غنی می‌کنیم و نمی‌دونم دستم و دستگاه هسته‌ای راه می‌ندازیم، خب این بساط رو بر سر مردم آوردن و فقر گسترده، بحران اقتصادی جدی بر مردم مستولی کردن. و خب معلومه بعد از همه این اتفاقات مردم میگن خب حالا که شما با اون چیزی که به شیطان بزرگ میفتی رفتی نشستی مذاکره کردی، خب حالا جواب منو بیار بده، جواب ما چی میشه، آزادی های ما چی میشه. و واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی وضع به شدت وخیمی داره، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ سیاسی، چه حتی تعادل سیاسی، نظامی و استراتژیک در منطقه. علارغم این گندگویی ها و سفیر و وکیل فرستادن و آوردن و پوتین آوردن، اینا رو فراموش کنید، بذارید کنار، وضع جمهوری اسلامی خرابه و به این خاطر از حضور مردم به نام تهاجم فرهنگی یاد میکنه، از اعتراض مردم و حق خواهی مردم و آزادی خواهی مردم به عنوان تهاجم فرهنگی یاد میکنه. میگه دشمن میاد نفوذ میکنه. چه جوری نفوذ میکنه؟ میگه دشمن میاد و از طرق فرهنگی وارد میشه، با کالاهاش وارد میشه. خب این همه شما توپ و تانک دارید میخرید، رفتید این همه معامله کردید بر سر موشک S-300 و غیره، خب شما دارید کالای نظامی وارد میکنید، خب صاحبین اون کالا با کالاشون سیاستشون وارد میشه دیگه. مردم که این کارو نمیکنن، مردم که نمیتونن فانتوم وارد کنن، مردم که نمیتونن برن تانک چیفتن وارد کنن، مردم قوت لایموت ندارن. و شما برای اینکه سرکوب کنید این مردم رو، میگید این تهاجمه، هر اعتراضی تهاجمه. مثلا نگاه کنید،
در پتروشیمی ها دادگاه ها اعلام میکنن که تجمع در پتروشیمی ممنوع. دادگاه دستگاه قضایی میگه تجمع در پتروشیمی ها ممنوع، نه صاحب کار، دادگاه دستگاه قضایی. اگر این کار رو بکنید ما شما رو مورد حمله قرار میدیم. خب به کارگری که میگه دستمزد منو بده، دستمزد من زیر خط فقره، 5 ماه کار کردم پول منو ندادی، میگه تو تجمعت غیر قانونیه. پس معلومه این حکومت ماجرای تهاجم و نفوذ یه چیز دیگه است. مردمی به میدان اومدن و حقشونو میخوان. فردا 25 نوامبره، روز خشونت، روز جهانی علیه خشونت بزنان و جمهوری اسلامی یکی از خشنترین حکومت ها علیه زنانه، چیزی کمتر از عربستان سعودی نیست. در زن ستیزی، در تحمیل حجاب اجباری، در تحمیل عقب مانده ترین قوانین علیه زنان، زن نصف مرد است رسمیه در جمهوری اسلامی و با افتخار ازش یاد میکنه جمهوری اسلامی، از این که این قوانین عقب موندهش رو از دستش درارن. قوانینی که میگه دیه ی زن برابر با شطور است در قرن 21 و معلومه با اعتراض جهانی روبرو میشه، با اعتراض زنان روبرو میشه، با اعتراض جوانها روبرو میشه. ولی مگه جوانها گوششون به دکاره؟ میگفت جمهوری اسلامی، میگفت ماهواره سبب میشه خانواده ها متلاشی میشن، ولی نمیگه فقر خانواده ها رو متلاشی میکنه، نمیگه دستمزدهای زیر خط فقر چگونه خانواده رو از هم میپاشه. ولی فلان سریاله که خودش هم دست داره در نمایشش، در سریال های ترکیه و کره و غیره که دائما در حال نشون دادنش هست و اتفاقا شبکه های مثل جی ام تی وی و غیره اساسا هماهنگ با جمهوری اسلامی هستن و همه اینو میدونن، نیازی به گفتنش نیست. میگه اونا دشمنن، آگاهی مردم، وقتی میگه ماهواره یعنی آگاهی مردم، اینها دشمنند. این بحث امشب ماست. شما به عنوان جوان، به عنوان زن، به عنوان دانشجو، به عنوان کسی که حقتو خوردن، به عنوان بیکار، به عنوان کسی که فقر زندگیتو متلاشی کرده، الان نوبت توی که روی خط بیای. تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ تهاجم جمهوری اسلامی به زندگی ما چی؟ غرب یعنی چی؟ چه تهاجمی علیه ما میکنه؟ مثلا اون بلایی که جمهوری اسلامی سر ما آورده و این وضعیت فلاکتباری که به ما تحمیل شده و این سرکوب و خفقان و در این حال فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته، یک طرف، و اون چیزی که داره بهش میگه نفوذ و تهاجم دشمن. این نفوذ و تهاجم دشمن چیه؟ چه میکنه دشمن؟ این دشمن کیه اصلا؟ آیا مردم ایران دشمنی بزرگتر از جمهوری اسلامی دارند؟ آیا مردم ایران دشمنی بزرگتر از فقری که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده دارند؟ آیا مردم دشمنی بزرگتر از سرکوب و خفقان، دستگیری و زندان و اعدام و پیگرد و شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی به مردم، به شهروندان همین کشور روا می‌داره؟ ما دشمنی بالاتر از این داریم؟ متصور هست برای ما دیگران چه نفوذی میتونن بکنن؟ در کجا چه چیزی رو میتونن به خطر بندازن؟ نوبت شماست که روی خط بیاید صحبت کنید. تلفن های ما برای تماس شما باز هست. روی خط بیاید و اظهار نظر کنید. من به ویژه منتظرم شما زنان که فردا 25 نوامبر روز جهانی و بین المللی علیه خشونت به زنان هست، روی خط بیاید. اگر شما حجابتون رو بر میدارید و حجاب برگیران میکنید، جمهوری اسلامی بهش میگه تهاجم فرهنگی. چرا؟ چون قوانین عقب موندهش رو کنار زدید. یه آیت اللهشون میاد میگه که اصلا باید زنان از ادارات جمع بشن و به طور کلی کار زنان در ادارات باید متوقف بشه. این در واقع یه ضد حمله است به مردم. جمهوری اسلامی حمله شو کرده، حالا میدونه بعد از توافقات هسته‌ای مردم نون آبشون رو میخوان و نون آبشون میخواد، خب حق آزادیش هم میخواد، میخواد بگ من دوست دارم اینو بپوشم، اصلا تو رو سننه، تو چرا به لباس من گیر میدی؟ چرا به مستر من گیر میدی؟ چی کار به این کارا داری؟
حکومت مگه من گذاشتم بیاد بگه مثلا من چطوری سرمو شونه کردم یا شلوار پای من پاشش بلند، به شما چه مربوطه؟ اما جمهوری اسلامی با اینا کار داره، چون باید همه چی رو کنترل کنه. کنترل الان زمزمه است که میگه حتی وزارت اطلاعات که دستپخت اطلاعاتی امنیتی خود جمهوری اسلامیه، میگه اینم باید به سپاه واگذار کنیم تا سختگیری رو بیشتر کنه، تا محاصره مردم رو بیشتر کنه. و اون آیت اللهی که میاد میگه زنان رو باید بفرستیم خونه دست جمعی، ادارات هم تخلیه کنیم، زنان نباید در ادارات کار کنن. این تهاجم نیست، این تهاجم ارتجاعی حکومت اسلامی محسوب نمیشه. اما اگر کسی حجابش رو بر بیندازه و اعتراض کنه، میگه تهاجم فرنگی شد. اگر علایق جمهوری اسلامی رو به جا نیاره که مردم نمیارن، و جمهوری اسلامی وحشتش از همینه، مداوما راجع به نفوذ صحبت میکنن. اگر این مردم حق خودشون رو نمیخواستن این بحثا نبود. اگر هر زنی سرش رو مینداخت پایین و قبول میکرد، میگو من جنس دست دومم، اصلا یه هوو که سر 100 تا هوو سر من بیارین، اصلا خدا گفته من موجود بدبختیم، من اینجوریم، لطفا یه کم بیشتر تو سر من بزنه. جمهوری اسلامی راجع به هجوم و حجمه، به قول خودش حجمه فرهنگی و نفوذ فرهنگی صحبتی نمیکرد. کارش تموم شده بود، موفق شده بود، اما این اتفاق نیفتاده. و جمهوری اسلامی با تعرض مردم روبروه، کار به اونجا کشیده. میگه که خودرویی که درش کشف حجاب بشه، خودرو بازداشته، خودرو بازداشت. برای چی؟ برای اینکه مردم و به ویژه زنان حجاب ها رو دارن پرت میکنن. حالا توی ماشین راحت تر حجابش رو پرت میکنه، و جمهوری اسلامی آغاز پس زدن خودش رو سالهاست دیده، سالهاست میدونه این سیل شروع شده و به مرور میره و بستر خودش رو پهن‌تر و پهن‌تر میکنه و عرصه های بیشتری رو در بر میگیره. اعتراضات عمومی و سراسری میشن، دیگه فقط به مناطقی از تهران مربوط نیست، به کل کشور مربوط شده، کل کشور و اعتراضات جوان ها. یه نمونه براتون بگم راجع به کار و شغل و بیکاری جوان ها. جمهوری اسلامی یه خبر خوش برای جوان ها داره، میگه که آمارها نشون میده که درصد بیکاری تحصیل کردگان و به ویژه پزشکان فارغ التحصیل چند برابر شده. یه خبر خوش برای جامعه است. میگه فکر نکنید بیکاری فقط در بخش صنعته، در بخش تجارته، بیکاری در بخش حمل و نقل، نه، بیکاری در سطح پزشکان هم هست. ما از این به بعد پزشکان فارغ التحصیلی داریم که بیکارن، کار نیست. جامعه‌ای که توش پزشک بعد از این همه تلاش و زحمت و پزشک شدن و درس خوندن و فشار قبول تحمل کردن، حالا پزشک بیکاره. خب معلومه پزشک جوونی که بیکاره، حالا در صف بیکاران تکلیفش چی میشه؟ چند صد هزار، چند میلیون دستفروش لیسانس و فوق لیسانس است. جمهوری اسلامی این بار با بیکارانی روبرو نیست که از روستاها به شهرها اومدن و سواد مثلا ناچیزتری دارن و خودشون رو برای کارهایی که کلن دستمزدهای پایین تری داره و کارهای غیر تخصصی تری محسوب میشه آماده میکنن. نه، فقط به اینجا ختم نمیشه. جمهوری اسلامی با یک موج بزرگ و وسیع روبروه از مردمی که دارن پسش میزنن و بهش اعتراض دارن، جوانانی که جمهوری اسلامی رو پس میزنن و خودشون رو کمتر از هیچ جوان دیگه ای نمیدونن. شما به عنوان یک جوان خودتو از کسی دیگه ای کمتر میدونی؟ اما میدونی دست جمهوری اسلامی رو سرت، میدونی نه امکانات مالی برات گذاشته که زندگی مرفهی داشته باشی، نه شغلی در انتظارته و نه حتی آینده روشنی. وقتی وزیر کار میگه تا 10 سال دیگه به فکر کار نباشی، خب تکلیف چیه؟ وقتی میگه زنان رو ما جمع میکنیم از ادارات به خاطر اینکه زنان رو خونه نشین کنه، و میگه خب مردان بیشتری
به سطح کار وارد میشن. جواب چه خواهد شد؟ در این میان، در این میدون اعتراضات مردم داره حرف اول رو میزنه و جمهوری اسلامی دقیقاً وحشتش از همینجاست. وحشت از نیرویی که نه تنها کم نمیشه، بیشتر و بیشتر میشه. وحشت از نیرویی که نه تنها سرکوب مرعوبش نمیکنه، بلکه جریترش میکنه. با قمه زن، با اسید پاش، با اعدام، با بازداشت، با گشت منکرات، با همه چیز به جنگ مردم اومد و آخر سر خودش رو شکست خورده دید. چقدر برای جمع کردن ماهواره ها تلاش کرد؟ مگه کم شد؟ اونهایی که سابقا به خاطر دارن جمع‌آوری دستگاه‌های ویدئو که الان کلان خب خیلی اصلا نگاه نمی‌کنن و منسوخ شده، تمام تمهیدات دم و دستگاه امنیتیش این بود مردم ویدئو نبینن، ولی دست به دست ویدئو و انواع فیلم‌ها می‌گشت. چون اسلام شکست خورد، بی‌فایده است. بعد اینترنت اومد، حالا باید با اینترنت بجنگه، اینترنت داخلی درست کنه، بگه سایت های این و اون رو میبندم و هر بلایی بخواد سر اینترنت بیاره تا از سرعتش کم کنه، در حالی که دنیا در فکر پهن کردن باند اینترنت و اصلا حتی کنار گذاشتن کابل های فایبری و آوردن کابل های نوری و غیره است که اصلا سرعت اینترنت رو از چند صد مگابایت به چند گیگابایت برسونه. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که بگه از یه باریک آب، تازه اونجایی که من میگم و 10 تا چشم تو رو نگاه میکنه، بعد پلیس فتا برات درست میکنم، اگر وبلاگ درست کردی تبدیلت میکنم به ستاره بهشتی و داغت رو بر دل خانواده و دل جامعه میگذارم و این همه دستگیری هایی که میبینید. موج دستگیری روزنامه نگارهایی که در روزنامه های خود جمهوری اسلامی کار میکنن و اساساً دستگیری هایی که از بدنه خودشه، روزنامه هایی که از بدنه خودشن، خودش جواز داده، آدماشو میشناسه، سردبیراشو میشناسه، میدونه اینا. بفرمید، شبتون بخیر. حتی نباشه. میخواستم خدمت بگم که دولت جمهوری اسلامی میگه ماهواره یا به قول شما شبیخون فرهنگیه، داره جامعه به فساد میکشه. بعد دختر و پسر رو از هم جدا کرده، کلاس ابتدایی اینه پنبه و بنزینشون کرده، پنبه و آتیششون کرده که هر لحظه به هم میرسن به هزار تا اتفاق برای هم دیگه میرفته. از اون بر برمیگرده بگی که گشت ارشاد رو میزده تو خیابون که بی اجابا رو جمع کنن، از این بر دختر و پسر رو ترانسیت میشن برای دبی و میرم اونجا رقصی و این کارا رو میکنن. من مخالف اینا نیستم، ولی میگم که از این بر این کارا رو میکنن. یا هم که میگه ما طرفدار جوان و جوان پسندیم، سال مردم سالار پسندیم، از رو بر میبینی از شهر غرب تهران یا ایران مردم کارتونخواب و معتاد و ایجی و اینا افتادن، جمعشون نمی کنن، نمیتونن جمعشون کنن و چیز هر و میبرن چند وقت به چند وقت تو زندان ها دوباره پرورشون میکنن، میتونن یه سری دیگه جوانو معتاد کنن و خودشون دارن ترانزیت میکنن، خودشون دارن مواد مخدر رو ترانزیت میکنن به صورت بحشتناک. بعد میگن که چیز تشبیه خون فرهنگیه. بعد میگیم آقا ما نداریم، ماهیانه نمیتونیم، سالیانه نمیتونیم یک کیلو گوشت بگیریم، نداریم. خب میگه ما بودجه نداریم، بودجه نداریم امکانات بدیم. بعد از اون برای میرن به قول شما موشک و موشکای قارپیما میگیرن یا تانکای مجهز میگیرن یا چیز مخابرات رو به سیستم استراقسم، یعنی اولین زنگی که میزنه اینا خط و گوش میدن یا برمیدارن چیز میکنن. جدیدن الان تو تهران میبینید قدم به قدم دوربین گوشن و جریمه میکنن و ماشین های سیستم جدید آوردن که حتی اون ماشین های که پارکیه جریمهش میکنن و تو خیابون جلوش رو میگیرن. این هم شده میگن این کار زشته، بعد خودشون انجام میدن. میگن ما با آمریکا رابطه برقرار نمی کنیم، آمریکا شیطان بزرگ، انگلیس
فلانه. خب از اون روز اول سیگار آمریکایی هست، تمام جنسه آمریکا تو کشور ایران فت و فراخونه و خیلی چیزای دیگه. به هر حال این سیاست پنهان دولت با آمریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانسه به هر حال اینجوری دارن ما رو میبرن دیگه، هر جوری که دستشون میاد دارن این نسل و نسل بعد رو رب میبرن دیگه. اول که جنگ را انداختن که درگیری خیابونی ها رو افتن ببرن، حالا که جنگ تموم شده گرونی و تورم و بعد تا مردم صداشون در میاد بنزین رو چیز میکنن سهمیه بندی میکنن و غیره و غیره، هیچ گونه امکانات نمیدارن. شما ببینید آقای چیزی آمک بهادی، شما در نظر بگید تو تهران اگه 10,000 تا مدرسه باشه، خب 9,000 مثلا 500 تا تو دولت ساخته، الباقیشو مردم ساختن. بعد وقتی داره برج میلاد میسازه که پارازیت باشه استراحتم کنه، از اون بر برمیداره مسجد ایستگاه به ایستگاه ساخته، میگه ما بودجه نداریم. اگه بودجه نداریم برای چی؟ برای چیزه بوده برج آزادی که یه نماد تاریخی تو ایران بهش نمیرسه داره خراب میکنه، یه نمی چیز فرهنگی شده بنقدر بهش نمیرسن داره خود به خود داره تخریب میشه. درخت های خیابون پهلوی و یا ولی اصل الان رو بخوام ریشه هاش و شهرداری اومده خراب کرده داره خوش میشه، یکی دو تاش میاد تو ماشین بهانه پیدا کنه قطع بکنه. یا همین فرهنگ سرای تو نزدیک دانشگاه یه جایی هست بوله اسمش دقیقا نمیدونم، تئاتر شهر پارک دانشجو، بله پارک دانشجو تئاتر خونه است، اون الان به یه بهانه هایی داره هی چیز میکنه یه جوری اینجا رو خراب بکنه و نمیدونم چیکار. یکم خلاصه کنید، دوستانی هم پشت خط هستن. بله گفتم دوستانی هم پشت خط هستن اگر میشه خلاص. ممنونم، تشکر میکنم، خیلی نکات خوبی گفتید. اتفاقا یه اشاره شد به بنزین، من تا تلفنی دیگه روی خط بیاد بگم. خب بنزین بالاخره با کارهایی که جمهوری اسلامی کرد به سرعت تکنرخی میشه و میشه لیتری 1,000 تومان. کشوری که خودش بزرگترین تولید کننده نفت هست و یکی از مخازن عظیم نفت و گاز جهان رو در اختیار داره، بنزین توش لیتری 1,000 تومنه. این یه بخش از اون هاست. اما برگردیم مجدداً به همون تهاجم و نفوذ فرهنگی. خود این نفوذ چیه؟ کدوم فرهنگ؟ جمهوری اسلامی وحشتش از چیه؟ و چرا میگه ما دائما باید مراقب انقلابمون باشیم، یعنی مراقب حکومت؟ ما باید مراقب انقلابمون باشیم. خب اگر این انقلاب مردم، شما چرا اینقدر باید نگرانش باشی؟ نگران چی هستی؟ آیا این حقیقت وجود نداره که مردم حکومت اسلامی، قوانین اسلامی، سنن اسلامی رو نمیخوان و زیرش میزنن علارغم تمام تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه؟ نمازخونه را بندازه، به قول این دوست ما سر هر کوچه و گذر یه دونه مسجد را بندازه، در حالی که مردم گرسنه‌ن، مردم نون میخوان. جمهوری اسلامی چرا با فحشا درگیر نیست؟ همین دیروز و پریروز بود در یکی از روزنامه‌ها خوندم، واقعا الان یادم نیست، اینترنتی میخوندم، که تنفروشی مردان رکورد شکست و از تنفروشی زنان جلو زده و خیابون‌هایی را در تهران اسم برده بودن که من الان به خاطر ندارم، که مرکز حضور تنفروشان مرد. خب رشد تنفروشی بخشش از کجا میاد؟ خود جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه، میگه رکورد تنفروشی بیشتر از قبله و توی عرصه هایی داره میگه که اصلا دود از کله هر آدمی بلند میشه. از کجا میاد؟ دست های مرموزی از زمین و آسمون از و مشخصاً از غرب میاد و زنها رو تنفروش میکنه؟ نه، دست آشکار فقر و دست دراز شده جمهوری اسلامی در زندگی مردم این بلا رو سرشون میاره. بفرمید. درود بر شما، خسته نباشید، سیام کباری. زنده باشید عزیز، بفرمید. الو صدای شما. میخوام بگم مجبور جمهوری اسلامی، ما همون رفیق خود رو نستم که صحبت کردم. بفرمایید عزیزم، شما قبلا صحبت نکردید، الان صداتون روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. جمعه بحری عزیز، دروش بر شما. من میگم جمهوری اسلامی وقتی از تهاجم فرنگی داره
ما فرنگ همه مردم ایران و فرنگ ایران رو قبول داریم، فرنگ مردم ایران و فرنگ جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. ما فرنگ مردم ایران چطور چه لور چه فار چه کور چه همه اون فرنگ رو تجربه کردیم. این مردم با هم دارن زندگی می کنن، هیچ مشکلی هم نداره. جمهوری اسلامی داره تروریست رو پرورش میده، جمهوری اسلامی فرنگش اینه که مردم دارن تهاجم میکنن، از جمهوری اسلامی فرار میکنن. جمهوری اسلامی چرا وحشت داره؟ چرا وحشت نداره از اعدام کردن ها؟ وحشت نداره از پخش مواد مخدرات؟ وحشت نداره از همه این خاوران؟ وحشت نداره از این همه دلای زخمی؟ ممنونم عزیز، متشکرم. جمهوری اسلامی دقیقا از همینا که گفتید وحشت داره، از اون چه که کرده وحشت داره. به موج عظیم اعتیاد اشاره کردید و واقعا نکته درستیه. مردم با چه درگیرن؟ اون بلایی که جمهوری اسلامی بر سرشون آورده تهاجم جمهوری اسلامی به زندگی مردمه و حالا با مردمی روبرو شده که میان و حق خودشونو میخوان. خوش اومدید، بفرمید. سلام آقای براوریش. سلام به شما، بفرمایید. سلام آقایش، زنده باشید. آقای براوریش، خوبات شما سلامتید، قربان شما. آقای براوریش، عرضم به حضور شما برای این برنامه جمهوری اسلامی و شهر تهاجم فرهنگی من تماس گرفتم خدمتتون. عرضم به حضور شما چند شب پیش اینم اخبار بی‌سی‌سی تو شبکه شما نشون میده چند تا دانشجو تو یه جای زده بودن به رفتیده بودن به قول یارو گفتنی بعد اومدم چه کار کردم؟ اومد آقای اینا رو گرفتم. خب مگه این جوان ها مگه چرا نمیذارن آخه اینا تا زیران زندگی کنن؟ چرا نمیخوان اینا مثلا به قول یارو گفتنی تو اشتغال خودشون باشن؟ بابا خب تو خونه خود زندانی باشن که میگن چرا تو خونه تدی؟ اگه میخوان برن بیرون خود چرا میگن اینجوری میگرد؟ چرا نمیم چرا فرق نمی کنی؟ چرا نمیم حجابات مرایت نمی کنی؟ با این که فایده این آخه چرا اینجوریه؟ خودشون که بدتر از خودشون که نگو. من چیز براده برای مهمی که سرم باده در بری یا نره چیزه از اینا میدونم که اگه بیرون بگم شخص در میدید نمیدونم خود نکرده تو حفاظه اطلاعات من ولی اطلاعاتی دارم از اینا. یارو یه بند خوده رو تو خود حفاظه اطلاعات بوده تعریف میکرد برای ما میگفت چند شب پیش یه بند خدایی نمیدونم توی این بسمت بگم یا نگم میگه یه روخه خانم یا وردونم توی یه اتاقی حالا اون طرح حالا حسابش ها چی بوده تو خود علمه سیاسی کار میکرده ولی به قولی رو گفتن خودشون که اینجوره چرا نظرم من یه آزادم زندگی کنم؟ خب میدونی عزیزم یه موضوع که شما بهش اشاره میکنی، فساد محصول خود جمهوری اسلامیه، فساد کار خود این هاست. به آقازاده ها و اشرتکده ها و اختلاس ها اینها نگاه کنی، جمهوری اسلامی نگران اختلاس نیست چون کارشه، شغلش که برای خودش نگرانی نمیاره. جمهوری اسلامی نگران انواع بابک زنجانی ها هم نیست. جمهوری اسلامی نگران دکلگم شدن هم نیست. جمهوری اسلامی نگران وضعیت فلاکتبار زندگی مردم هم نیست. جمهوری اسلامی نگران حمله مردم به خودش و این حمله رو میبینه، این حمله رو روزمره میبینه. شما در هر جایی از همسایتون گرفته تا صف تاکسی تا هر جا فروشگاه سوپرمارکت هر جا مردمی رو میبینید که یک ریز به جمهوری اسلامی فوش میدن. خب روزمره چشم و گوش های جمهوری اسلامی خبر جمع میکنه. بفرمید. سلام علیکم. سلام خانم، خیلی خوش اومدید. ممنونم. من باز امشب مزاحمتون شدم چون سیمای شما رو در شبکه دیدم و بارها زنگ زدم خدمتتون گفتم از شخصیت شما آقای بهاری خیلی خوشم میاد. محبت دارم. بفرمایید. اگه وقت داشته باشم یا نداشته باشم دوست دارم هر وقت شما صحبت میکنین منم با شما یه تماس کوتاهی داشته باشم. ولی امروزم تو پیامگیر گذاشتم که دوست دارم که اطلاعات کاملی داشته باشم راجع به این مسئله که
سوسیالیست و برابری و اینا ببینم این وضعیتش رو برای خودم روشن کنم، ببینم رو چه مسلکی زندگی میکنم. ممنون میشم، متشکرم، راهنمایی میکنی، خدا متشکرم عزیزم، خیلی لطف کردید، از محبتتونم خیلی متشکرم. حتما به برنامه های دیگه ای دقت کنید، به ویژه برنامه هایی که جنبه آموزشی داره، راجبه مبانی مارکسیسم، راجبه تعریف کمونیسم، سوسیالیسم، اقتصاد سوسیالیستی، سیاست سوسیالیستی، برنامه هایی که به نام برنامه یک دنیای بهتر پخش میشه، به اینها نگاه کنید، مطمئنا به سوالتون پاسخ داده خواهد شد. بفرمایید، شبتون بخیر. ما درود آقای باهایی، خسته نباشید. زنده باشی عزیزم، خیلی خوش اومدید. باش کنم تهاجم فرهنگی به چی آقای؟ به فرهنگ اسلامی؟ به فرهنگی که اسید پاشی رو میخواد، زندان رو میخواد، اعدام رو میخواد، به فرهنگی که زن و مرد رو برابر نمیدونه، به فرهنگی که بجز اعدام و دست بریدن و فقر و فرقت هزار تا کشته در مارید ما داره. این فرهنگ اسلامیه. حالا یک تشریح اومدن به نام آزادی خواه که میگن این آقا ما برابری میخواد، شعرا میخوان دیگه، دست ما رو به قومیت و نمیدونم مذهبیت تقسیم میکنید. این ببینید، این آخونده اگر ما بذاریم ایشون، این رژیم ولایت فقیه اگر ما بذاریم، میگه بریم تو همون غارهای 1400 سال پیش، در صورت که اینا تا تقیب تو کنی میکنه، یا دشمن پیدا میکنن، یا تهاجم پیدا میکنه، یا نفوذ میخواه، حرف نفوذ میزنن، اینا دعوای خودشونه. اگه قرار ما بخوایم اینجوری باشیم که الان باید تلویزیون رو خاموش کنیم بشینیم توی یه جای تیتکور، دیگه اینا پیشرفت رو نمیخوان. تهاجم به چی؟ به فرهنگ عقب مونده 1400 سال پیش؟ فرهنگی که ما رو با گاو شتر داره تقسیم میکنه؟ شرمنده جوری که صحبت میکنم؟ نه، واقعیت همینه. اگه هم ریاستهالی از من ندارید. ممنونم عزیز، دستت درد نکنه، خیلی متشکرم، خیلی هم نکات خوبی گفتید. اتفاقا همین اشاره آخرتون که گفتین رسما اینجوریه، میگه دیه ی زن برابر شتر است. یادتون میاد از همین وزیر عدالت پرور خوناشام دادگستری سوال شد، ازش پرسیدن که آیا واقعا دیه زن؟ گفت بله، دیه زن نصف مرده و با شتر سنجیده میشه. همین، گفت قانون اسلام همینه، پس میخواستیم با چی بسنجن؟ حق طی 1400 سال که نه مدرن شده، نه نگاه بشر تغییر کرده، اون مثل سنگ مونده در عرض شتر و باید با اون بسنجه. و بعد وقتی که انسان مدرن امروزی میگه آقا این قفسی که برای من ساختی، من نه تنها قبول نمی کنم، بلکه میزنم تو سرت، مگه تو میتونی من اینجوری نگه داری؟ دنیا در حال پیشرفته. به ارتباطات دنیا نگاه کنید، در همین چند سال، نمیخواد خیلی به عقب برگردین، به 2 سال قبل برگردید، وقتی که تلگرام و وایبر و واتساپ و غیرم نبود و اینترنت بود و تازه فیسبوک تو دست مردم اومده بود. ببینید جمهوری اسلامی چه خودکشانی میکرد، هنوز هم همینطوره. فیسبوک، توییتر و غیره، چرا همه اینا فیلتره؟ برای اینکه مردم با هم ارتباط پیدا نکنن، حرف نزنن با هم. وقتی که حرف میزنن، جمهوری اسلامی علیه خودش، چون واقعا علیه خودشه، به معنای واقعیش علیه خودشه، چون مردم نمیرن آیت الکرسی بنویسن برای هم دیگه بفرستن، جوکو طنز و فلانشون راجبه امام و پیغمبر رو نمیدونم دست انداختن خزعبلات مذهبیه و حکومت اسلامی و اندیشه هاش و نسل جوانی که به میدان اومده و حقشو میخواد. هر جوانی، اینو اول برنامه هم گفتم، شما به عنوان یک جوان به خودت نگاه میکنی میگی آخه من چه چیزیم کمتر از جوانی که در پاریس و لندن و نیویورک و فلان کشور پیشرفته است؟ چه چیز من کمتره؟ آخه من حتی اجازه ندارم شلوار پامو تعیین کنم. میگه اونی که من بهت میگم بپوش، وقتی هم پوشیده این نیست که حالا عزیز میشی، میگه حالا تو یک برده هستی، من سوارت میشم. تازه اون وقت سواری شروع میشه. میگه حالا که شما
فلان چیز من شدی، حالا منم سوارت میشم. و اون وقتی که شروع میکنی به پس زدن، میگه این تهاجم فرنگی غربه. آقا من نون ندارم بخورم، میگه این اعتراض تهاجم فرنگی. من تشکیلات باید درست کنم، کارگر با خودش متشکل کنه، اعتراض کنه. دستگاه قضایی خونریزش میاد میگه که اعتصاب و دست از کار کشیدن در پتروشیمی ها جرم محسوب میشود. آقا دستگاه تو چی کار داریم؟ من حقمو میخوام. میگه نه، حق تو بخوای جرم محسوب میشه. این دستگاه قضاییش. بعد میخوای مردم بپذیرن؟ میخوای کارگر بپذیره؟ میگه دستمزد شما 10% 15% امسال اضافه میشه، بعد نرخ تورم سر زده به آسمون. میگه خب آقا تفریح و رفاهیات به کنار، اقلا دستمزد منو برابر خط تورم خودت بکن تا من بپردازم، بتونم قرض و قروزم و قبض هامو بتونم بپردازم، همینقدر. خب وحشت جمهوری اسلامی از اینه که مردم یه چیز دیگه میخوان و اون میدونه مردم آزادی میخوان، مدرنیسم میخوان، رفاه میخوان، سعادت میخوان، خوشبختی میخوان و از همه مهمتر مردم میخوان شاد زندگی کنن. زندگی بدون شادی معنی نداره. خامنه ای در رابطه با شادی چی میگه؟ میگه دانشجوها میگن که ما جشن را میندازیم که شاد باشیم. البته خب شادی در نفس خودش چیز بدی نیست، اما اینها نمیدونن شادی چیه. نه، میدونن شادی چیه اتفاقا. اونجایی که تو نیستی مردم شادن، میدونن چطوری شادی کنن. اونجایی که تناب کنترل تو رو پاره میکنن، میبینی که چه میکنن. حتی به بهانه توافقات هسته یا هر چیزی اسمش، مردم هم چه کار کردن، میریزن تو خیابون زن و مرد. اولین کاری که میکنن اینه که اون دیوارها و قفس آپارتاید جنسیتی، آپارتاید بین زن و مرد، تفاوت جنسیتی که ایجاد کردی رو اول اونا رو به هم میریزن. اول اونا رو میریزن، اصلا میپاشونن. یا ما بشریم، زن و مرد کنار هم زندگی میکنن، این همه مگه تو کشور اروپایی چه میکنن؟ شما ببینید نرخ اعتیاد، نرخ بیماری های مقاربتی، نرخ ایدز، هپاتیت تو کشورهای پیشرفته اروپایی بیشتره یا کشورهای شبیه ایران؟ اونجا نه آماری رو مخفی میکنن، اصلا آمار نه تنها مخفی نیست، بلکه جهت دستیابی مردم مداومن به روز میشه. شما میتونید در کشور اروپایی حتی روزانه ببینید چند نفر به ایدز مبتلا شدن یا نشدن، حتی میتونید اینا رو ببینید. جمعیت کشور، زن و مرد، شغل، بیکاری، همه اینها یه آمارهای قابل دسترس روزانه است و شما هر وقت بخواید اراده کنید میتونید نگاه کنید. چیزی مخفی نداره بکنه از کسی. ولی جمهوری اسلامی همه چیز براش امنیتیه. ولی امنیتی بودن دلیل داره، بی خودی نیست که امنیتیه. تمام وحشت از اینه که اون رویی که مردم به خوبی میشناسن اون علنی باشه، وگرنه جمهوری اسلامی مثل روز روشن رو مثل روز روشن با خبره که مردم از ته ماجراش خبر دارن. ببینید همین دادگاه های بابک زنجانی رو که مردم حتما دنبال میکنن نگاه کنید. هر روز که از این ماه حاکمات میگذره و یک قطره از دریایی که منتشر میشه، یک قطره از دریایی که منتشر میشه، نشون میده که بالاترین سطوح حکومتی و عمدتاً امنیتی، سپاه و وزارت اطلاعات، مشغول داد و ستد با دلالانی از جمله بابک زنجانی بود. بابک زنجانی ها یعنی دلالان جمهوری اسلامی بیشمارند. کل این دستگاه فاسد، حالا از اینکه مردم پی به حقیقتش ببرن، اسمشو گذاشته تهاجم فرهنگی. مردم آزادیشونو میخوان، میگه من میخوام حرفمو بزنم. به جوانهایی مثل آتنا فرقدانی و آتنا دائمی نگاه کنید، به زندانیان سیاسی نگاه کنید، حتی اون روزنامه نگارایی که از خودشن و دستگیرشون میکنه، میگه انقدر فضا رو تنگ و امنیتی میکنم
که این بدونه من حتی به خودم هم رحم نمی کنم چه برسه به بقیه. میخواد میگه گربه رو دم حجله میکشم همینه. میگه انقدر این فشار وارد میکنم تا همه بدونن این که از خودمه و از جنس خودمه، تو روزنامه خودمه داره یک کلمه مینویسه که میتونم با مداد پاکنم پاکش کنم و نظرم منتشر بشه، من میندازمش تو زندان و بهش میگم که اینا جیرخاران کشورهای غربی بودن، دستمزد میگرفتن که غرب رو و سیاستهاشو در کشور جاری کنند. مردم با آمریکا سر میز مذاکره نشستن. وانگهی چه چیزی محرمانه است؟ بذارید یک بار دیگه اون چیزی که اینا توافقات محرمانه هسته‌ای میگن با هم مرور کنیم. از دید کی باید محرمانه بمونه؟ 5+1 که جزئیاتو میدونه که حتما داره سرش مذاکره میکنه و گلوی بیت رهبری رو گرفته، پس میدونه راجع به چی داره حرف میزنه. از جزئیات دم و دستگاه نظامی و موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی هم خبر داره که آوردش سر میز مذاکره، داره راجع به اونا باش حرف میزنه. پس غرب که میدونه، همونی که میخواد تهاجم ورنگی به ما بکنه اون خبر داره، جمهوری اسلامی هم که خبر داره. خب کیا پس نباید بدونن؟ این کیه که ما نباید بدونه غیر از ما مردم؟ واقعا جز این معنی دیگه ای داره؟ جمهوری اسلامی میخواد پشم پیلش نریزه، همین. این یه ببر کاغذیه، واقعا یه تبل تو خالیه و تمام تلاش برای اینه. میگه این تو خالی بودن رو نباید علنی کرد، وگرنه جمهوری اسلامی در همه ماجراجویی هاش از هسته ای، اتمی، جنگ در منطقه شکست خورده است. در همش. میخواید بریم یه لحظه به سیاست جمهوری اسلامی در سوریه نگاه کنید. رفته پشت اسد رو گرفته و میگه اگر ما اسد رو نگه نداشته بودیم جنگ در خیابانهای تهران بود. و حالا یه فیلی مثل روسیه اومده که خودشو در منطقه جا بندازه، اون برای دفاع از اسد نیومده. اون میگه الان فرصت من بخشی از قدرت منطقه میشم و اون فیلم میاد جمهوری اسلامی اصلا زیر پا دیده نمیشه. از تهاجم کی؟ مردم میدونن جمهوری اسلامی داره غزل خداحافظی رو میخونه و به همین خاطر میخواد رفتن خودش رو به عقب بندازه. بفرمایید، شبتون بخیر. درود خدمت جناب آقای بهاری عزیز، خسته نباشید، عرض میکنم قربان، فراد هستم. سلام فراد جان، حالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی. قربونتون برم، ممنونم، خسته نباشید. جناب آقای بهاری، من خودم در رابطه با این موضوع برنامه‌تون صحبت کنم که وحشت از تهاجم فرهنگی، ما باید واقعا نباید فکر کنم نمیدونی چی موضوعی میشه که آقا جمهوری اسلامی از چه چیزی وحشت نداره. بله اینا از همه چی وحشت دارن. اینا از یه مدل مویی که یه جوون میاد تو خیابون یه مدل مو توش داره واسه خودش یه مدل مو بذاره وحشت دارن. از یه ذره موی دختر میاد بیرون وحشت دارن. حالا میگن اینا رو مثلا ربطش میدن به اسلام و پیغمبر و اون خدایی که واسه خودشون درست کردن. آره بهاری، ببینید ما الان در رابطه با همین کشورهایی که صادرکننده گاز هستن، نشستشون دیروز تو تهران بوده، دیروز این خب اینا آقا کشورهایی میان میزبانی رو انجام میدن که آقا ساز و کارشون داشته باشه اون کشور. تهران همینجوری خداییش ترافیک هست، یعنی دیروز آقا بابا عشق ملت در آمده بود پشت این چراغ قرمز تهران، میدونی هم مثلا واقع چی بود؟ کل تهران شده بود چراغ چشمک زن، ترس از یه وقتی آشوب یا تظاهرات یا اینجور مسائل. آقای بهاری، یک مسیر رو که در از رساد میدون و بند تا چهاره داری هست که میخوایم مثلا تو روزهای عادی ترافیک در یه رو ده دقیقه بیا یا بیست دقیقه بیا، یه ساعت تو من بیشتر تو راه بودیم ما رساد ملت پشت این ترافیک چراغ های قرمز سنگین. آقا کل تنها هم ملت بیگ میزن که آقا نمیتونید شما این کار رو بکنید، چرا غلط زیادی میکنید، چند تا کشور دعوت میکنید که اینجا نشست برگزار کنید. این یه مورد. مورد دیگه آقای بهاری عزیز، در مورد اینایی که فعالین حقوق بچه های حقوق کار هستن، فعالین
حقوق بشری در ایران در مورد امید اعیشناف نمیدونم اطلاع دارید یا نه؟ بله عزیزم کاملا. مادرشون مرتب میرفته در زندان اوین و دستگیرش کردن. بله. پسرش 10 سال زندان بهش دادن. بله. آخه جرم این بدبخت چی بوده غیر از این که حتی فاید رو بحثا کنه؟ حالا گرفتن مادرش هم بازداشت کردن. بله همینطور. مادرش هم انداختن بازداشت کنار پسرش. اینا از چی وحشت ندارن آقای بهاری؟ اینا از همه چی یعنی بیشتر الان بیشتر ماهواره رو دارید نشون میدید؟ چون ماهواره ها وقتی مثلا به قول خودشون فکر میکنن جمع کنن مردم دیگه نمیتونن آقای بهاری رو ببینن. آقای بهاری باید واقعیت ها رو بهشون بگه. اینا قد این چیزا میکردن قربونت برم. من مزاحمتون نشم اگه سوالی ندارید بهتون بگم. ممنونم فرج جان، لطف کردی، کار خوبی کردی، نکته خوبی هم گفتین. بذار الان که اسم امید علیشناس رو آوردید من با سرعت سابقه این جوونو بگم. امید علیشناس به 10 سال زندان محکوم شده. واقعا حیرت انگیزه. در پرونده این آدم چی نوشتن؟ گوش دادن به ترانه های شاهین نجفی، گوش دادن به ترانه های شاهین نجفی این و کمک به کودکان کار و خیابان، آموزش رفتن به بچه ها درس بدید. این جرم امید علیشناس. و مادرش روز شنبه، روز برای همین شنبه که تظاهرات بود، خانواده های زندانیان سیاسی مقابل زندان اوین، مادر امید رو دستگیر کردن و به داخل زندان بردن. خبر به خود امید رسید و امید دست به اعتصاب قضا زد بلافاصله برای اینکه از خودش و از مادرش دفاع کنه، اعتراضش رو اینجوری برسونه. جمهوری اسلامی موضوع تهاجم فرهنگی غرب براش اینه. جمهوری اسلامی نگران تهاجم مردمه و تهاجم مردم به خودش رو اسمش رو گذاشته نفوذ و تهاجم غرب. برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه بگه من نگران مردمم و فرمولی نمیتونه براش پیدا کنه، تیتر باید بزنه بگه تهاجم و نفوذ غرب. برید به سخنرانی‌های خامنه ای که سراپاش وحشته بعد از توافقات هسته‌ای نگاه کنید. میگه مراقب نفوذ باشید. میگه بعضیا نمیدونن نفوذ یعنی چی، نمیدونن که اختلاط دانشجویان پسر و دختر و اردوهای مختلط یعنی چی. به غرب چه مربوطه؟ مگه کاخ سفید اومده اردو گذاشته؟ مگه کاخ سفید واشنگتن هم جنگاری کرده؟ عزیز من، مردم آزادی های فردی و اجتماعی خودشون رو میخوان و این آزادی ها رو زیر پنجه خونین جمهوری اسلامی میبینن و میخوان حق خودشون رو بگیرن و جمهوری اسلامی این حق خواهی و حق ستانی رو بهش میگه تهاجم فرهنگی غرب. میلیون ها زن خانه دار، میلیون ها زنی که خونه نشین کردن، میلیون ها خانواده ای که کودکشون به کودک کار و خیابان تبدیل شده، هر اعتراض اونها میشه تهاجم فرهنگی. دفاع از کودک کار، اعتراض به کار حرفه‌ای کودکان جرم محسوب میشه. جمهوری اسلامی به این میگه نفوذ و تهاجم فرهنگی. میگه شما حرف غربی زدی. توی دانشگاه چه میکنه؟ توی دانشگاه بجز دیوارهای جنسیتی که میکشه و همیشه پنبه و آتیش رو باید یه جوری از هم جدا کنه و میره سراغ دروس علوم انسانی و میگه علوم انسانی منشأش مادیگریه. معنیش میدونی یعنی چی؟ یعنی کلن آن چیزی که علم و علوم مربوط به انسان، جامعه شناسی و غیره هست میزنه زیر کاسه کوزه جمهوری اسلامی. بذاریم خلاصه تر و خودمونی تر بکن. به این خاطر به اون میگه اون دروس مادی هن وگرنه چه معنی داره؟ شما باید بری درس فقه و نمیدونم حدیث و فلان بخونی، بعدش ببینی این داستانه که نمیدونم باقر العلوم کی بود و فلان، اینا رو قبول کنی از من 4 تا رساله حاج ممشپش و فلان جلو شما بذارم تو اونا رو بخونی قبول کنی از من. و جامعه قبول نمی کنه، بر نمی گرده. این جامعه به عقب بر نمی گرده. بفرمید. با
عرض شب بخیر آقای بهاری عزیز و تشکر از زحماتی که برای هموطنان ما میکشید و برای خود ما. من میخواستم اگر اجازه بدید در مورد موضوع امشب که جمهوری جنایت اسلامی و وحشت اون از اشتعام فرهنگی صحبت کنم. بفرمایید، صدا میکنم، وقت مال شماست. خیلی متشکرم. آقای بهاری، اگر کسی به فرهنگ ما تجاوز کرده باشه در مدت این 2000 سال، یا اسلام بوده یا جمهوری اسلام، یا این اسلام که به زمانی که به ایران هجوم آورد به فرهنگ ما، به مردم ما، به همه کشور ما تجاوز کرد، کتابای ما رو سوزوندن، کتابخونه‌های ما رو از بین بردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم ما بی فرهنگ میشن. کاری که اسلام در 1400 سال پیش کرد، آقای خمینی بچه باز وقتی که به ایران اومد همین برنامه رو دوباره بعد 1400 سال توی مملکت ما پیاده کرد، به طوری که مدرسه ها رو بست. الو، بله، صداتون هست، بفرمایید. مدرسه ها رو بست، کتاب ها رو عوض کرد و یه تهاجمی به فرهنگ و به مردم ما آورد که اثراتش هم امروز میبینیم. اثرات اون امروز اینجاست که ما تحصیل کرده همون براشون کار پیدا نمیشه. الان در حدود 15 میلیون بچه های دانش آموز ایران به واسطه این که پدر و مادراشون بودجه ندارن، فلان قدر در سال 250-300-400 هزار تومان فقط پول مدرسه بدن، یعنی بچه که 6 ساله بره توی مدرسه. این تو تمام کشورهای آفریقایی مجانی کردن، نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه هیچی ندارن. این یه تهاجم فرهنگی که جمهوری جنایت دروغ دزد اسلامی به هموطنهای ما کرده. جمهوری اسلامی از چیزی وحشت نداره. اگر اون وحشت داشت که به اصطلاح تهاجم فرهنگی بهش بشه، که دیگه نمی اومد فرهنگ ما رو خودش از بین خراب کنه. شما حساب بکن وقتی که یه بچه نتونه به مدرسه بره، نتونه تحصیل کنه، این رو میتونه آدم مخشوریش کنه با چهار تا روزه امام حسن رو کش، امام باقر، امام نقی رو کش، این رو به طرف اسلام جنایتکار جمهوری اسلامی بکشه. پس ما مردم باید آگاه باشیم که چرا از روزی که جمهوری اسلامی اومده ما فرهنگمون اینجوری شده، مدرسه هامون پولی شده، نفتمون اینجوری شده، بنزینمون شده از 6000 به 1000 تومان رسیده. چرا؟ اینا از جماعت دزدن. اینا ملت ما رو به غارت کشیدن، اینا کارگرای ما رو بیکار کردن. 15 میلیون کارگر بیکار تو ایران هست، صنایع ما رو خوابوندن، از چین لوازم قلابی میارن به ملت میفروشن که ملت نتونه تولید کنه. وقتی که ملت بتونه تولید کنه نون داره، آب داره، اما الان ملت ما هیچی نداره. پس بنابراین ما ملت باید آگاه باشیم، ما ملت باید این کانال که روشنه گوش بدیم، این آدمایی که میاد چهار تا حرف حسابی میزنن فکر کنیم روش که آیا راست میگن یا دروغ میگن، آیا به نفع ما صحبت میکنن یا این که به ضرر ما، تا بتونیم راه خود پیدا کنیم، متحد بشیم، این جمهوری جنایت بشری رو از کار بندازیم. از وقتی که به من دادید بسیار متشکرم. از زحمات شما و همکاراتون برای همبستان خودم هم تجربه سپاسگزارم. منم از قول همکارانم به شما سلام میرسونم و برای شما سلام دارن. خیلی هم نکات با اهمیتی گفته شد. اجازه بدید باز هم برگردیم به خود همین ماجرای نفوذ، همین نکاتی که دوستان یکی پس از دیگری روی خط میان و راجبش صحبت میکنن. آن چیزی که جمهوری اسلامی بهش نفوذ غرب میگه افشا شدن سیاست های خودشه و به میدان آمدن مردم.
اعتراضات مردم برای حق و حقوق خودشون، برای دست یافتن به شغل، برای آزاد زیستن، آزاد زندگی کردن، شاد بودن و در این حال مؤثر بودن و تصمیم گرفتن در زندگی. میگه اینا غربیه. بفرمید. سلام، درود بر شما. درود بر شما، بفرمید. میگه آزادی. بفرمید نظرتون چی؟ بفرم. آبا اینا آخونده سه تا زن دارن، اینا قاضیه تو دادگاه سه تا زن دارن. بله بله، صداتون هست، بفرمایید. قاضی اینا رو از کجا میاره؟ من یه دونه زن رو نتونستم نگه دارم، قاضیشو نتونستم بدم، اینا هر کنون سه تا زن دارن. از صدات قطع شد، اگه دوست داشته دوباره تماس بگیر و صحبت کن. من مفهوم واقعی صحبتتو میفهم. اولا فساد مال همین است. اگر یه جایی کلمه ام الفساد، خود جمهوری اسلامی استفاده میکنه، رو من به صورت طنز میگم، به کار میره، یعنی خود جمهوری اسلامی و دار و دستش. شما نگاه کنید ببینید چه فسادی درون خود این حکومته. همین دادگاه ها رو نگاه کنید ببینید چه خبره و با چه وضعیتی. به زندگی آقازاده های اینها نگاه کنید. آقازاده ها همه در غرب، در دانشگاه های غربی، در دل شیطان بزرگ و استعمارگر پیر انگلیس، همشون در دانشگاه کمبریج و آکسفورد مشغول تحصیلاتن. بفرمید. جناب بهاری، ببخشید من دوباره مزاحم شدم. بفرمایید. یه الان یادم اومد خواستم بهتون بگم در مورد وحشت جمهوری اسلامی. خوب ما به این هم اشاره کنیم که اینا مردم آگاه باشید. یه بازیای الان تو همین دولت بین حزب اصولگرا و اصلاح طلبشون داره، یه بازیای پشت صحنه دستای تو کاره که مثلا اصلاح طلبا میرن جایی سخنرانی کنن برای انتخابات مجلس و یه عده دلواپس میان جلوی اینا رو میگیرن و مثلا اینا بازیای دولته میخوان، یعنی به مردم بگن خود اصلاح طلبا که ببینید مردم، ماها دلواپسای واقعی شما هستید و این اصولگراها نمیذارن ما بیم صحبتمون رو بکنیم که رأی بیاریم بیم برای شما کار کنیم. چرا؟ چون میدونن مردم دلسر کردن و کسی نمیخواد تو انتخابات شرکت کنه، میخواد با این کتابتکاری و این حرفه بیان رأی جمع کنن. مردم آگاه باشید، اصلاح طلب و اصولگرا یکیه، سگ زرد برادر شغاله. من دیگه وقتتون رو نمیگیرم قربان، بدرود میگم بهتون. ممنونم. ببین فراد جان، این جنگ زرگری نیست، این جنگ واقعیه. جمهوری اسلامی عناصرش به جون هم افتادن. اصلاح طلبان و آنچه که اصولگرایان یا هر چیزی بهشون گفته میشه اساساً دوبال جمهوری اسلامی هن و اینها دیگه نمیتونن دیگر تحمل کنن، چون فشار از پایین زیاده. هر درجه اعتراضات مردم شدیدتر میشه، اختلافات در بالا بیشتر میشه. برمیگردم به این صحبت. بفرمید صحبت کنید، صدای شما روی خط. خب تصمیم گرفته بودید صحبت نکنید، احتمالاً مشکلی هست. اگه علاقمند بودید مجدداً تماس بگیرید ولی بلافاصله صحبت بکنید و اتاق فرمان به شما میگه که صداتون رو خطه، مکس نکنید، صحبت کنید. الان فرصت هست، بذارید همین نکته رو ادامه بدیم. آن چیزی که اصلاح طلبان میخواند اینه که به شیوه دیگه ای مردم رو سرکوب کنن و میگن شیوهی که اصولگرایان و غیر دارن جواب نمیده و اصولگرایان درست برعکسش میگن. میگن اون شیوهی که تو داری باعث میشه ما عقب بریم. بارها جنگ و جدلهای اینها رو با هم شنیدید، مزه پرانی های رفسنجانی به بیت رهبری و بیت رهبری به اون، به روحانی و روحانی به اونها، و جنگ اونها رو دیدید. جنگ عناصر جمهوری اسلامی واقعیه. به جنگ احمدی نژاد و بیت رهبری نگاه کنید. اینا از هم، کسی از اینا به هم نزدیکتر نبود، ولی فشار چنانه که اینها رو میندازه به جون هم. بفرمید. الو. بفرمید. الو. صدای شما روی خطه، اگه بار دیگه صحبت نکنید صداتون قطع میشه.
صداتون خودتون قطع کردید دیگه. من چند لحظه پیش گفتم که از این الو الو کردن اینا پرهیز کنید چون واقعا صداتون قطع میشه و به جایی هم نمیرسید. خب بهتر نظرتون رو بگید، مخالفید بیاد مخالفت کنید. اصلا شما مخالفی حالا میخوای با الو الو یه کاری انجام بدی، فرض حالا شاید هم واقعا نباشه، خب بیا راجع به تهاجم فرهنگی غرب صحبت کن، بگو خامنه ای حق داره، یه چند تا از این تهاجمات فرهنگی غرب هم ردیف کن، مردم جوابتو میدن یا قانع میشن. ما میگیم بله شما درست میگین، ما باید بریم سپر موشکی درست کنیم در مقابل تهاجم فرهنگی غرب و جنایت جمهوری اسلامی رو به خودش ببخشیم. مثلا بفرمایید. الو بفرمایید. آوارم صدام قطع شد. بفرمایید. گفتم که این آخونده سه تا زمرم. بله بله قطع شد صدا. بله. بعد هست سوا اینا رو عوض می کنن. حقم هم میاد تو پیاز میاد تنفروش می شن. اونا رو عوض می کنن. در سوا عوض می کنن اینا. تنمو دارن. کسای اینا پارتی هم دارن. ماهواره هم دارن. بنامه ها شاد هم نگام کنن. به ما سرز رسته مردم آتی می شه تهاجم فرهنگی. اون موقع ما نباید شاد باشیم. بله من کام اونا که دست به دست میدن تو خیابون اونا میشه تهاجم فرهنگی. اونا که مثلا فرق و فرهنگی درست رو برای اجرا میکنن اون میشه تهاجم فرهنگی دست داره. دقیقا دقیقا اون وحشت داره. اما خود چه تو خونه هست همه چون هسته پارتی میگیرن. متوجه هستم. اختیار دارین. لطف کردین مجددا زنگ زدی، کار خوبی کردی، جملت رو تکمیل کردی. ببینید احترام به حقوق زن یعنی چی عملا؟ یعنی اینکه یک، زن و مرد با هم برابرند، حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برابر دارند و میتونند در همه عرصه‌های اجتماعی دوش به دوش همدیگه فعالیت بکنند. این برای جمهوری اسلامی مثل سمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حکومت اسلامی اساساً با ضد زن بودن خودشو تعریف میکنه. هر حکومت اسلامی از جنس داعش شیعه تا جنس داعش ابوبکر بغدادی تا القاعده تا طالبان تا عربستان سعودی اخوان المسلمین، هر کدوم برای اینکه بگن ما به قدرت رسیدیم یا قدرت داریم حمله به زن رو شروع میکنه. با اسلحه حجاب و سرکوب زنان به میدان میان. جمهوری اسلامی وقتی که حجاب ها پرت میشه، وقتی دختران جوان و میلیون ها زن جوان در کنار مردان خودشون رو برابر میدونن و حقشونه و درست میگن، به وحشت میفته و میگه اینا غربی هن. برابری زن و مرد غربیه. بفرمید. بفرمید صحبت کنی. عزیزم صحبت نکردین، مثل اینکه یه الو خواستید بگید قطع شد. این کارو قطعا دیگه انجام ندید. اگر حرفی برای گفتن دارید به محض اینکه روی خط میایید صحبت کنید، چون اگر صحبت نکنید اتاق فرمان خودتون میبینید ترافیک که تلفن خیلی زیاد هست، بلافاصله تلفن دیگه ای رو به استودیو وصل میکنه یا اینکه بالاخره مشغول صحبت با یه تلفن دیگه میشه. قطعا این کار رو نکنید. یعنی بدونید وقتی اتاق فرمان به شما میگه صدای شما روی خطه، مکس نکنید. منتظر شنیدن صدای من از تلویزیون نباید باشید. شما با تلفن زنگ زدید، صدای من رو از تلفن میشنوید و میبینید که بعدن خب صدا از تلویزیون بدون هیچ مشکلی پخش میشه، صدا با تأخیر پخش میشه. فرصتیه من براتون بگم تا شما تلفن بزنید با استودیو وصل بشه، من به شما جواب بدم از طریق اینترنت به ماهواره و از ماهواره به گیرنده شما. بالاخره مسافت طولانی چندین هزار کیلومتر امواج باید حرکت کنن و این زمان میبره و یه چیزی حدود کمتر از یک دقیقه 35-36 ثانیه گویا طول میکشه تا شما بشنوید. بنابراین اگه میگید توی تلفن میگید الو و منتظرید الو رو از تلویزیون بشنوید، بدونید که وقت رو از دست میدید و اتاق فرمان بلافاصله قطع میکنه. یعنی شما صحبت نکنید یا قطع شدید یا نمیخواید حرف بزنید یا بر دلیل دیگه وقت رو به دیگری میدن و خب طبعا
هم شما از این که نظرتون رو بگید محروم میشید و هم ما و جمعی بینندگان از شنیدن نکات با اهمیتی که احیانا شما دارید محروم میشن. پس یادتون باشه اتاق فرمان به شما میگه صدای شما روی خطه، یعنی صدای شما روی خطه، و در این مورد اصلا تردید نکنید، بفرمایید صحبت کنید. امیدوارم این توضیحات روشن باشه و ما دیگه از این تلفن‌های الو الو و اینکه میخواد صدا رو بلافاصله جواب رو از تلویزیون بشنوه نداشته باشین دیگه. برگردیم به موضوع نفوذ و تهاجم فرهنگی. بیاید بریم به دانشگاه‌ها سری بزنیم. صدها هزار دانشجو در مقابل جمهوری اسلامی سفارایی میکنن، حتی اگر اعتصاب نکنن، حتی اگر تظاهرات نکنن، فقط نشستن و در سر کلاس به عنوان یک جوان از نظر جمهوری اسلامی اینها تحت تعقیب. اینها مشکوکن، همونقدر که زنان مشکوکن جوانان مشکوکن. جمهوری اسلامی به این دو تیپ شک داره و باید کنترلشون کنه با قوانین، با مأمورین، با منکرات، با سربازان غیبی امام زمان، باید اینها رو کنترل کنه. اجازه زن که در دست مرده، اصلا بجز قوانین یه نفر دیگه هم با نام شوهر و مالک وارد داستان میشه و میگه اجازه شما دست منه. آخوندش هم میاره توی تلویزیون میگه که زن هر چقدرم که درآمدش باشه اسلامیش اینه، باید پولشو بده دست شوهرش و شوهرش بشه رئیس اقتصاد خانواده. این اسلامیه، خیاله، همه رو میخواد راحت کنه. حالا شما بر از به این مذهکه تمسخرآمیز مذهبی اسلامی نمیگید، میگه شما غربی هستی. خب آره غربیم، حالا که اینجور شد غربیم، حالا چی میگی؟ خب تو عقب مونده و متحجر و ارتجایی هستی، بیا از خودت دفاع کن. کل قوانین حکومت اسلامی عقب مونده، مربوط به قرون وسطا و منسوخ شده است، ضد بشر، ضد زن، ضد شادی و ضد انسانه. صدای تلویزیونتون رو محبت کنید، ببندید، بفرمایید صحبت کنید. بله، خسته نباشید آقای باهاری. زنده باشید. بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام به برنامه خودتون. میخواستم بگم شما از جمهوری اسلامی چی میخواید؟ همش درباره ما میگید. خب مثلا سوریه هست، هر کی میخواد پول داد. میگه که چرا میگید جنگ در سوریه؟ خب هر کی ما بهش پول میدیم بره بجنگه دیگه. از این واضح‌تر من فکر میکنم جمهوری اسلامی آدم اشتباهی رو خط ما فرستاده بود، یعنی درست تربیتش نکرده بود. بهتره که بری به رؤسات بگی یا میخوای نگو که چی گفتی، چون بالاخره ممکنه ساندیس امشب رو قطع کنن. ولی واقعیتشو گفتی، حالا بد نبود. من منتظر میمونم تلفن‌های بعد میان جواب شما رو در جنگ سوریه میده. جنگ سوریه است، مردم نون به نون شب محتاجن. به کارتون خواب‌ها نگاه کنید آقا، به نوزاد فروشی نگاه کنید، به تولد نوزادان در خیابان نگاه کنید. اصلا مردم در مخیله تاریخیشون این چیزا نیست و الان به نرم زندگی، به بخشی از زندگی تبدیل شده. میگه اعتراض میکنی؟ بفرمید. با سلام و خسته نباشید. ببینید در رابطه با این مسئله تهاجم فرهنگی، خب خود عوامل رژیم در واقع یه سری آدم های وحشی هستن. نباشید شما اگه که در نظر یادتون باشه اوائل انقلاب اینا حمله کردن به دانشگاه ها با چوب و چماق و اسمشو گذاشتن انقلاب فرهنگی. همینطور بعد تو صورت زن ها تیر می کشیدن، شلاق می زدن، سرکوب می کردن و در واقع رژیم می تونست با فشار و سرکوب مردم رو نگه داره توی محاصره ای که نتونن از خودشون دفاع بکنن و این رژیم رو سنده بکنن. الان شرایط خوب فرق کرد به دلیل اینکه نسل جوان با این امکاناتی که در اختیار داره، ماهواره است، کانال های تلویزیونی مثل کانال تلویزیونی که شما الان دارید اداره میکنید، مثل تلفن ها، موبیل تلفن ها، اینا به هم اطلاعات میدن و
مردم جوان‌ها آگاه میشن از مسائل روز، از حق حقوق زنان، از حق حقوق کارگران، از این که باید بهداشت داشته باشن، آموزش و پرورش داشته باشن، از این که باید حقوق برابر داشته باشن. و خلاصه اینا همه اینها برای رژیم تهاجم فرهنگیه. رژیمی که از یه عده وحشی تشکیل شده، شما اول انقلاب میدونید همین پاسدارها اینا کسایی بودن که لاتا و چاوچشایی بودن که توی چهارراه وای میسادن، اینا همه رفتن عضو کمیته و سپاه و بسیج و این چیزا شدن. آخوندها یه مش آدمهای مفخوری بودن که توی کنار قبرها منتظر میشدن یه نفر بمیره که یه خرمایی، حلوایی، یه چیزی گیرشون بیاد بخورن. خب حالا اینها تمام این آگاهی اطلاعاتی که شما دارین در اختیار مردم میذارین و یا نسل جوان دارن به هم منتقل میکنن، برای اینها مثل یه گلوله میمونه که تو قلبشون شلیک بشه. برای همین خب به تلاش و توقف دادن و هر جوری که دارن سعی میکنن جلوی این رشد مردم رو بگیرن، جلوی این آگاهی رو بگیرن، نمیتونن. برای همین هر روز بحث مانور برای تهاجم فرهنگی مانور و هم وقتا مانورهای مختلفه. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. با امید سرنگونی رژیم شب خوشی داشته باشید. شما هم همینطور. خیلی متشکرم. خیلی نکته خوبی گفتید، برای من یادآوری شد راجع به مانورها صحبت کنم. و یه نکات با اهمیتی تو این هست، وقتی که جمهوری اسلامی اراذل و باش خودشون رو با لباس های عجیب و ماشین های غریب و که وحشت ایجاد کنن میارن، تمریناتشون رو نشون میدن، زنانی که از دیوار راست بالا میرن و نمیدونن غیره همین فاطمه کماندو یا آبجی کماندو هرچی که بهش میگن، الله این اسم توهینی به کسی تلقی نشه. بفرمایید. سلام، شبتون بخیر سیامک عزیز. زنده باشی عزیزم، شب شما هم بخیر. بفرمایید. خواهش میکنم. حجمه فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی این چه معنی میده؟ از سالهای قبل از انقلاب 57، از زمانی که ایران به عنوان یک کشور میرفت تا در نظام سرمایه‌داری بین‌المللی حل بشه، پاسداران نظام کهنه سخت ترسیدن که با ورود هرچه بیشتر ایران و حل شدنش در این نظام بین‌المللی منافعشون به خطر بیفته. تجربه استقبال کارگران زحمتکشان و حتی نظامیان در ایران در سالهای 30 از سوسیالیسم نیز نیرنگ و زنگ خطری علیه دنیای کهنه اونا بود. موضع‌گیری خمینی علیه اصلاحات اعلام شده در 42 که مبادا زنان حق رأی پیدا کنن، مبادا زمین بزرگملاکی مورد تعرض قرار گیره، مبادا دانشگاه‌ها و مدارس گسترش پیدا کنن، مبادا مردم به فرهنگ مدرن قرن 21 آشنا بشن و تجارت دین و مذهب اونا به خطر بیفته، صدای فریادشون بلند شد. امروز برای جمهوری اسلامی ایران حجم فرنگی و نفوذ فرنگی غیر اسلامی بیشتر از هر چیز خطر مسلح شدن کارگران و زحمتکشان با افکار مدرن، سکولار، برابری طلبانه و سوسیالیستیه در ایران. بنابراین پایه هر چیزی که باعث تضعیف و مذهب سیاسی اسلامی بشه، فرهنگ حجمه فرهنگی حسابی شده نظر اینا. دقیقا همینطوره. در نظر جمهوری اسلامی و حکومت چپاول پیشا و مذهبی و ضد انسانی اونها، حجمه فرهنگی ضمن افشار سیاست های سرمایه‌داری جاری در دامن زدن به فرقه گرایی مذهبی و سرکوب کارگران زحمتکشان در ایران و عراق و افغانستان اعلام میکنیم علیه حکومت چپاول و دستگیری در خفقان و جهل و خرافات حکومت مذهبی. در صدر هجوم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی علیه این نظام قرار داریم و با هر نیرویی که بتونه قدمی در جهت رفاه، خوشبختی، آزادی، برابری و سوسیالیسم برداره و به افشای چهره کری مذهب و سرمایه‌داری در ایران به پردازه، دست دوستی و همکاری دراز میکنیم. زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم. تشکر میکنم از زنده باشی عزیزم. واقعا واقعیت ماجرام همینه. ما دست کیا رو به گرمی میفشاریم و دست کیا رو پس میزنیم؟ ما مردم. درست عکس جمهوری اسلامیه. بفرمایید. سلام آقای سیامک بهادی. سلام از من هست. زنده باشید. بفرمایید. ببخشید. من این کانال شما رو امروز برای اولین بار دیدم و میخوام حرف بزنم.
اگه رد نکنیم. چرا فکر میکنین چه چیزی مگه میخواییم بگین که قطع میشه صداتون؟ تنها جایی که من الان میتونم حرف دلم رو بزنم طبقه شما. خب بفرمایید. من هر طبقه بخوام زنگ بزنم میدونم که کلیان بازنان و حرفای من رو نمیذارم، یعنی قطع میکنم نمیدونم حرف بزنم. خب حالا ما میشنویم ببینیم داستان چیه. بفرمید صحبت کنیم. محتاطتن جوان ها بگم، من یه جوان 23 ساله این مملکتم، لیسانس این مملکتم، 20 سال رفتم درس خوندم، الان بیکارم، دارم مسافر کشی میکنم، خرج ماشینم هم در نمیاد، حرف میزنم هم من میگن تروریست، میکرم تروریستم چی میخوام گوره بدر آزادی هم نمیخوام، به خدا هیچی نمیخوام، هر کی رو سوار میکنم گریه میکنه. امروز یک خانمی رو سوار کردم تو ماشین داشت گریه میکرد، میگه نمیدونم اصلا حسابم خود شد، میگه نمیدونم چیکار کنم، یعنی به خدا اصلا میگه هنگ کردم نمیدونم واقعا. خب چی بود گریه میکرد؟ این مسافری که سوار کرده بودین، این خانم گریهش برای چی بود؟ راجبش درد دلش چی بود؟ اونم برمیخواستش من دو تا دختر. صدات قطع و وصل میشه متاسفانه، نمیدونم چه کار باید بکنیم. میخوای اگه شما الان داریم؟ آره الان صدات اومد عزیزم، بگو. میگفتی که یه خانمی بود که آره این خانم میگفتی که دوتا بچه دارن، دختر خانمی دارن. بله الو، بله صداتون هست، صحبت کنیم. دوتا دختر خانم دارن، نمیتونن جوازیشون رو تعمی کنن و مجبورن خودفروشی کنن. عجب. الو صداتون هست عزیزم، صحبت کنید. الان صدا میاد؟ بله بله صداتون هست. الان برای اولین بار میخوام تو یه رسانه حرف دلمونو بزنی. این آنتن دهی این ایرانسل هم چی بگی آخر؟ چیه مملکت درسته؟ این ایرانسلش کرده تا همین جاهای بهاری، هیچ چیز به خدا درست نیست. گریه هم دیگه در اومده، یعنی مردمیگی و ازمون انگاری گرفتن، مردم بیدار نیستن، همه رو کردن محتاط. من خودم الان دانشجوی این مملکتم، به خدا یه جوان سالم پیدا نمی‌کنی آقای بهاری. می‌دونی چی کار می‌کنن؟ قرص و نمی‌دونم مواد مخدر و همه جا سرش دادن. اینا از خداشون جوان محتاط بشن آقای بهاری، به خدا از خداشون. تا چرا تا جاشون رو نگیرن؟ چون این جوان اگه دست بخونن، دست من به مواد برسن، جای اینا رو می‌گیرن. اینا می‌خوان جوان رو محتاط کنن تا چی؟ تا جاشون رو نگیرن. دقیقاً. حالا امثال من 5 صبح بیدار میشم آقای بهاری، به خدا قسم 5 صبح بیدار میشم، میرم این موقع میام، مجردم هستم، زن و بچه ندارم. اون کسی که زن و بچه داره ببینید فن خودش چه زردی میکشه. حالا من اومدم تو خطم حرف میزنم، من زنگ میگه فلوریت بودم میکسونم، این بچه داره چی میگه؟ این من بهترین مملکت رو داره، بهترین کدوم بهتر مملکت؟ نصف دوستای من خودکشی کردن آقای بهاری تو این یکی دو سال. خاطر چی؟ به پیری به پیغمبر به خاطر چی؟ تمام به خاطر این گرونی ها، به خاطر چی بگم آخه؟ اصلا نه کار درست حسابی هست. هر جا میری پول پارتی آقا نام از تو پول نداریم، پارتی نداریم، نباید پار کنیم. یک سال رفتیم درس خوندیم که چی؟ یک سال رفتیم درس خوندیم، مادر من نون خوش که کفش داره داده، من خوردم رسیدم به اینجا. این آیا این سهزانی یا سهزان میلیارد ها به خدا اینا صداشو در نمیارم؟ طبعا این سهزان میلیارد هاست مگه؟ این ثروت این کشور خاکشو دارن اینا میفروشن تا به خدا. و یه قراری صدامو دارین الان؟ بله عزیزم صدای شما هست، خیلی خوب. من الان دارم با شما واقعا دارم صحبت میکنم، یه جدی میگم. الان استرس به خدا رو میگم، خدایی نکنه خطم کنترل کنن بریزم منو ببرن. به این اینقدر ما رو ترسونن، اینقدر مردم رو ترسونن، اینه که هیچ دیگه جرأت نداره تکون بخوره. بابا آخه یه پراید 3-4 میلیونی چرا باید بیاد بشه یه 20 میلیون 30 میلیون؟ آخه مگه اون نامسته چی داره؟ آخه مگه درده برم یکی دوتاست؟ به خدا الان نمیدونم چی بگم آخه، نمیدونم. قربون اون مادرم برن که میگفت تو بچه درس میکنی یک کاری نیستی، الان درس خونی شدی مسافر کش. اگه میدونستم مسافر کش میشم، همون دانشگاه همون حبت درس رو بین میکردم، یعنی هیچ وقت درس نمیخوندم. چند سال دانشگاه درس خوندی عزیزه؟ چند سال درس خوندی؟ خدا
من تقریبا الان فوق لیسانس ثبت نام کردم، لیسانس هم گرفتم. نمیدونم چی بگم، از کجا بگم، نمیدونم. به خدا عذاب آور، ما زندگی نمی کنیم آقای بابا، فقط تو وقت برنامه تون هم نگیرم، فقط یک کلمه بگم، ما زندگی نمی کنیم آقا. هر چی میگه ما ایرانی داریم زندگی می کنیم دروغه، به پیر به پیغمبر دروغه. با این نمیدونم یه چیزی میشه میگم بابا امام حسین میزنه کله تا حروم نخور، به مردم اینجوری میگم، ولی خودشون فیضان یا فیضانیت میخورن میشه جان میکنن میگن حلاله. هیچی من الان یه وام 5 میلیونی میخواستم بگیرم آقای بهایی، خب خدا شاهد من تو سند ازدواج مردهام خواستم، گفتم این مردهات باید از گور در بیان تا اونا چیز کنن. سه تا زامن میخواد یه دونه وام 5 میلیونی، بابا چیه من که 5 میلیون پول، یک سه تا زامن میخواد. در صورت که خودم دیدم یه نفر یه آقای اومد یقش رو بسته بود، یه خود ریش گذاشته بود، من اگه میدونستم قبلش یقم رو میبستم یه خودم ریش میذاشتم. خیلی جالب بود اومد همه لحظه چقدر چند میلیون بدون این که کسی بگه باید چه شد عبدون، ولی من جوان یه وام 5 میلیون میخواد. سه تا زامن ازت نمیدونم وای بابا اصلا حالم خوش نیست، به خدا دیگه نمیدونم سکته کنم، خودکشی کنم، چیکار کنم، مثل دوستان برم خودم رو بکشم، نمیدونم چیکار کنم. کار خوبی کردی عزیزم، زنگ زدیم، میدونی که وقت کافی در اختیارت بود که بدون استرس صحبت کنی، خیلی کار خوبی کردی، هم به تلویزیون کانال جدید گوش میکنی، همین که روی خط اومدی بار دیگه هم حتما این کارو بکن، حتما با آرامش دیگه ای صحبت میکنی. خود این برنامه راجبه چه باید کرد هاست، خود این برنامه و ده ها برنامه ای که در طی 24 ساعت شبانه روز پخش میشه، هر وقت فرصت کردی بشین و نگاه کن، به عنوان یک جوان حتما برنامه های سازمان جوانان رو دنبال کن، با اونها در تماس باش، شماره تلفن دارن از خطوط مختلف به ویژه وایبر و تلگرام، میتونی سازمان جوانان رو دنبال کنی، بیشتر با اونها در تماس باشی، در برنامه های آموزشیشون شرکت کنی. و حیف توی جوان باهوش با استعداد و کاملا معلومه که چقدر مسلط هستی اتفاقا به خودت، گفتی استرس داری، اصلا استرسی در صدات نبود و اون چیزی که من از تو میفهمیدم و واقعی بود خشم و نفرتت از این وضعیت کنونیه. یه جمله خیلی زیبا به کار بردی که منم میخوام همونو با اجازه خودت تکرار کنم، ما زندگی نمی کنیم و وقتی میخواییم زندگی کنیم به ما میگن نفوذ تهاجم غرب، تا زندگی ما میخوام میگن این غربی بود، ولی اگه قبول کنم که بردم و بگم که بیاید میخوام کولی بدم، اون وقتی که من غربی نیستم. خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. مراقب خودت و مادرت باش. بفرمید. شرمنده آقای بهایی جانم، من یه خبری تازگی به دستم رسیده، چند روز پیش دو نفر از کارمندای شرکت نیشکر سلمان فارس که در اهواز به خاطر اخراج شدن دست به خودکشی گذاشتن، از فرهاد یا بچه‌ای که تو منطقه هستن خواست می‌کنم اگر خبر سر داره بیان اطلاع رسانی کنن. جزئیاتش رو خودت شنیدی؟ چیزی راجبش جزئیاتش رو شنیدی؟ شرکت صنایع نیشکر سلمان فارس. بله بله. بعد نمیدونی که این اتفاق افتاده؟ اخراج شدن خود دست به خودکشی زدن، این مملکت ماست. با درود اگر امری سوالی نداری. نه، یه سوالم این بود که خبر رو شنیدی، یعنی نمیدونی این اخراج مربوط به چطور؟ من از کارمندای اونجا بهم گفته، حالا اگر دو نفر سه نفر دیگه هم بیان رو خط و اینو این صحتش رو اعلام کنن دیگه قطعی میشه. درست. من چند روز پیش یکی از کارمندای اونجا به من گفت خواستم اینم صحت داره یا نه، ولی تا اونجا دمیدم این کار چون دوستای او طرف بودن این خبر رو بهم داد. دست درد نکنه، مرسی که تماس گرفتی. خب منم همینجا مثل خودتو که صحبت کردی، دوستان عزیزی که از اخراج های دست جمعی در نیشکر سلمان فارس اطلاع دارن، ایشون الان خبر دادن به ما کریم از خوزستان که دو نفر از این کارگران به علت اخراج دست به خودکشی زدن. اگر شما جزئیاتی از این ماجرا میدونید حتما روی خط بیایید و اطلاع رسانی کنید. تا
تصور نکنید که همه از همه چیز با خبر هستند و حتما با نام و نشون اسم برید و بگید که این اتفاق افتاده یا نه و ماجراش چی بوده و کلن در اعتراض به این اخراج ها باید چه کار کرد. ممنون میشم ازتون که به این نکته ای که دوست عزیز ما کریم گفت توجه کنید و روی خط اطلاع رسانی کنید. یکی از دوستان بیننده ما راجع به مانورها صحبت کرد، تلفن توی تلفن اومد و نشد صحبت کنیم. یکی از نمونه های وحشت حکومت اسلامی برگزار کردن مانورهای ضد اغتشاش است. ضد اغتشاش نه امریکاست، نه پرواز هواپیماهای پهباد و غیره است، نه موشک، نه جنگ الکترونیکیه و نه چیز دیگه. مردمی هستند در خیابان برای دستمزد، برای یک زندگی بهتر، برای سرنگون کردن حکومت اسلامی، برای آزاد زیستن توی خیابون میان. بفرمید. جناب بهاری ببخشید من دوباره مزاحم شدم، در رابطه با تلفن کریم مزاحم شدم. آره جانم. در مورد اخراجا گفتن این شرکت تیزنی شکر فارد دیدید تو 20 نفر تعدیل نیرو داشته. من هم امروز خبر رو بچه ها بگفتم مثلا دیدید تو 20 نفر تعدیل نیرو داشته که تل زده خوردی که اونجا دمه در کارخونه شده به حساب 6 نفر بازداشت شدن. ولی حقیقتش دیگه از این که 2 نفر خودکشی کردن نمیدونم، من در همین حد میدونم. کی این توسط نیروهای انتظامی؟ تاریخش رو حدودی میدونی؟ مثلا 5 روز پیش همین اتفاقی که دیروز و یعنی امروز صبح افتاده. اول از صبح درست اتفاق که افتاده مال همین امروزه، یعنی دیروز به متعین شده به امروز دیگه. بله ممنونم فراد جان، امیدوارم که یادداشت کردم. ممنونم ازت. خب اینی هم یه نمونه از خبرگیری و خبرگزاری. اما اگر شماها مخصوصا کارگرانی که در این اعتراض شرکت کردین و اسامی کارگران دستگیر شده رو بیاد روی خط همین الان بگید، بلا فاصله باید رسانه ایش کرد و بگیم چه کارگرانی توسط چه نهادی دستگیر شدن، حفاظت، نیروی ویژه امنیت و غیره، اینا کیا بودن و چرا به اعتراضات کارگران حمله کردن، چرا 6 نفر رو دستگیر کردن، 220 نفر رو اخراج کردن و اعتراضات حتما میشه تهاجم و هجمه فرهنگی غرب، حتما میشه نفوذ، همونی که خامنه ای اعضای خودش رو، هواداران خودش رو از اون میترسونه، میگه از نفوذ بترسید، اینها همه جا نفوذ میکنن. در چه چیزی نفوذ میکنن؟ با چی؟ اون سعیدی مشهور ملیجه که دربار خامنه ای میگه که شوروی سابق امریکا رفت توش مکدونالد زد. توجه میکنین؟ مکدونالد زد، شوروی سابق سقوط کرد، تموم شد کارش با یه دونه فروشگاه مکدونالد. خب عزیز من، شما که بزرگترین شعبه های صنایع خارجی رو اینجا وارد کردی و نمایندگی از یخچال و تلویزیون و مبل و غیرش همش دود از خود شماست آخه. بفرمید. سکوت نکنید، صداتون قطع میشه. بفرمید صحبت کنید، این تلفن و این وقت اینه که شما صحبت کنید. بفرمایید صحبت کنید. دوست عزیز، صدای شما روی خط هست، میخواید از وقتتون استفاده کنید یا نه؟ بله میخواست در حال جهاز که همه اشتباه بینم. خب بله خودم هستم، صدای شما روی خطه، چرا سکوت میکنید؟ بفرمایید صحبت کنید. خب معلومه شما نمیخواستید صحبت کنید، حالا چرا واقعا نمیدونم، این کار خوبی هم نیست. یعنی خب ببینید الان این همه راجع به مشکلات مردم داره صحبت میشه و این مشکلات واقعیه و اتفاقا موضوع این برنامه موضوع زندگی مردمه. به مردم جمهوری اسلامی هجوم میاره برای اینکه مردم از خودشون دفاع نکنن، مردم اعتراض نکنن، اعتراض مردم میشه تهاجم فرهنگی غرب.
آزادی زن و مرد میشه برابری زن و مرد و آزادیشون، آزادی پوشش، آزادی سخن گفتن، آزادی اجتماع، آزادی اعتراض، آزادی انتقاد میشه تهاجم فرهنگی غرب. اصلا انتقاد یعنی تهاجم فرهنگی غرب. اطاعت و به من ایمان بیار، عقل تو بذار کنار، فقط ایمان داشته باش، اون میشه اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. عقل تو بذار کنار، به من اعتقاد پیدا کن، بشو امت. بعد من سوارت میشم تا الی نهایه سواری ازت میگیرم. اون وقت دیگه تو دیگه بیمه شدی، غرب در تو نفوذ نکرده. بفرمید. سلام. بفرمایید جانم. زنده باشید عزیزم. بزرگوار شما هستید. بفرمایید. من با عجله خودم رو رسوندم خونش برنامه خوب روی ماه شما رو ببینم. زنده باشید. در مورد موضوع برنامه قربونت عرض کنم که جمهوری اسلامی از تهاجمی که از طرف فرهنگ و ملت ایران متوجه خودش شده وحشت داره، نه از تهاجم فرهنگی غرب به ملت ایران. اینا چون انقلاب مردم ازشون دزدیدن و با کلاهبرداری صاحب مملکتی با فرهنگی غنی شدن، طبیعی که از تمام توانشون استفاده میکنن تا مغلوب فرهنگ مردم بشن. تمام راه های اثباتی مردم رو با دنیای آزاد کنترل میکنن تا افکار منحط خودشون رو تغییر کنن. وضعیت ایران سیامش چند دقیقا شبیه فضای رمان 1984 جورج اورول که حاکمی به نام برادر بزرگ تمام رفتار افکار مردم رو کنترل میکنه، که اینجا نمادش همین ولی فقیه. ولی بدانند که خودشون مغلوب فرهنگ ملت خواهند شد. با سپاس سیامش. ممنونم عزیزم، لطف کردین. منم خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. گاهی وقتا عجله خوبه برای این که خودتو برسونی به خونه و ما صدای شما رو بشنویم. خیلی هم مقایسه قشنگی کردی. ببینید، کنترل مردم یک بخش از وحشته و خیلی نکته خوب و با اهمیتی شما اشاره کردین. حکومتی مجبور به کنترل میشه که از مردم وحشت داره. شما چیزی رو که ازش نگران نیستی که کنترل نمیکنی. برای چی باید کنترل میکنی؟ داره کار خودش رو میکنه. ولی چون میدونی اون کار کردی نیست که تو میخوای، یعنی حکومت جمهوری اسلامی میخواد، میفتی به جونش. بفرمایید. سلام علیکم. سلام از من هست. بفرمایید. خسته نباشید آقای جمهوری. زنده باشید. شما هم همینطور. آقای جمهوری، ما از این جمهوری اسلامی واقعا خسته شدیم. من الان حدود دو هفته پیش اومدم از سر کارخونه، عیال خبری داشت. واقعا از اون روز خیلی ناراحتم. گفتم خبر چیه؟ گفت چی؟ همسایه‌مون که یه دختر داده به یکی از اطراف روستای ما، روستای شهر ما، منطقه از به نام سابوزولاخ، اونجا یه روستایی هست به نام نجم آباد. اونجا گفته که عیال ما میگفت، میگفت یه نفر پا شده مثل که مواد مخدر مصرف کرده بود به نام شیشه، پا شده شب پسرشو، دخترشو، بعد زنشو سرشو بریده گذاشته کنار. بعد از چند لحظه متوجه شد که آره سرشو بریدن، اومدن یه دختری هم که داشت اون خونه بابا بزرگ یه سید فقط از یه خانواده همین مونده. ببینیم جمهوری اسلامی چه دردی پیش آورده، چه زندگی برای ما آورده. آخه این واقعا نمیدونم این چه کار باید کرد. باید دردمون رو به چی رو بابت اون دو هفته از من ناراحتم. واقعا پس این شنیده بودن شیشه این کار رو میکنه، ولی به اینی ندیده بودن. واقعا به اینی من دیدم. این واقعا درسته، این انسانیته، این اسلامه. ما از باور کن از دایش رو هیچ کسی از هیچ چی نمیزدیم، از این وضعی که بروزه اصلا دایش تو خونه ما اومده. این درسته، این انسانیته، این زندگیه. هیچ خبری هم این واقعا درد نشده. اومدن فیلم زنی و فیلم برداری و اینا همه شدید، مردم رو سرگن کردن. آره این فاضی هستید. من نمیدونم به چجوری بگم آخه این اصلا این وضع واقعا شک آوره. آخه اینا رو به چی بگیم؟ این وضعیت رو به چی بگیم؟ به کجا دردمون رو به چی بگیم آخه؟
واقعا خسته شدیم در عجب دینه بابا. این واقعا میگم بابا تو سیدی چرا این نگم؟ میگم بابا من سیدم، انسان که هستم، کدوم سید آخه؟ انسانیتی که مرده، من این مذهب و اسلام هایی چرا نمیفهمیده؟ میفهم بابا جلسه شما من کتاب به سرش و بوریده گذاشته کنار، بعد یه عزاداری میکنم بهش. این عزاداری به چه درد من میخوره؟ ببینیم این دردش چیه؟ آخه این چه زندگی آوردی نداری ما؟ این چه راضیه؟ از خانواده خجالت، از زندگی خجالت، نشادی دیدی هیچی، فقط به مرگ احترام میذاره. کسی که خودکشی میکنه از مواد مخدر، از هر جهت دیگه سنگسار میکنه، فقط اینا شاد میشن، میگن آره کشتی. بابا درده چیه کشتی؟ آخه به کت به کت اتهام میکنی؟ به کت این جرمه چی بوده؟ خودتون از یه طرف میکشی، خودتون از یه طرف خودکشی میکنی، این چه زندگیه؟ من کارگر چه کار کنم آخه؟ وقتی تو نمیدیم بابت من از عصبانیت نمیتونم صحبت کنم. ممنونم عزیز، کار خوبی کردی، زنگ بزنی، زنگ زدی، خبر تکان دهنده ایه، ولی باید گفت این خبرها رو. این فقط شیشه نیست که جنایت میآفرینه، این مردمی هستند که از فلاکت، از ناامیدی، از پریشونی، از استیصال به شیشه پناه میبرن و این وضعیته. بفرمایید جناب، بفرمایید. الو، صدات قطع شد. اگر دوست داشتی مجدداً بله، صدات قطع شد، نمیدونم به چه دلیل. و این مردمیه که اینجوری فشار سیستماتیک حکومت اسلامی بهشون میاد، بیکاری امان میوره، نداشتن شادی، نداشتن رفاه، نداشتن آینده روشن. نباید فراموش نکنید شادی و تفریح و سرگرمی رو نباید در زندگی دست کم گرفت. شادی برابر خود زندگیه. اصلا فیزیک انسان، مغز انسان، سلولهای عصبی انسان اساسا برای شادی ساخته شدن و با غم و اندوه نابود میشن و با شادی سرحال میان، با شادی شکوفا میشن و با شادی استعدادها گل میکنه و پرورش پیدا میکنه و با غم و اندوه ناپدید و نابود میشن. و اون چیزی که جمهوری اسلامی میاره پدیده ایست به نام غم، اندوه، ناله، زاری، ندبه، توبه و به خاک افتادن. این تمام فرهنگ خفت‌آور حکومت اسلامی. شما یک قطره از شادی، نشاط درش نمیبینید. فقط باید ندبه کنی، زاری کنی و تو چون گناهکاری طلب بخشش کنی. بفرمید. الو. بفرمید. الو سلام. سلام از من هست، بفرمید. آقا الو من رو خط؟ بله صدای شما روی خط هست، بفرمید از وقتتون استفاده کنید، بفرمید. آقا ما آماده هستیم، من خط میخوام بدبختیمون رو اعلام کنیم. خب دارید میگید عزیز، صدات روی خط جان دلم، بفرمید صحبت کنید. صحبت کنید عزیزم. آخه چرا انقدر الو الو میکنید؟ شما که صدای منو میشنوید، بفرمایید صحبت کنید. سلام، خسته نباشید. زنده باشید، بفرمایید. قربون شما، ممنون. آقا ما از ایران تماس میگیریم. بله. میخواستم یه بدبختی بیچارگی که برام اومد و میخوام بهتون اعلام کنم. بفرمایید. آقا ما دانشجو بدبخت بودیم، 20 میلیون تومن نزول کردیم، رفتیم مغازه از یکی از نظامیان ایرانی گرفتیم، از همدیگه اون مغازه سردار بود، سردار مملکت. بله. بعد 7 ماه من اونجا مثل چند کار کردم، 50 میلیون پول نزول بهش دادم، بعد 7 ماه از مدتش استفاده کرد، اون از مغازه بیرون انداخت. بله. من بدبخت کرد، بیکاری کرد. الان من از درد بدبختی و بیچارگی میخواستم آرامش پیدا کنم، رفتم دنبال چیزایی که نباید میرفتم. میخواستم ببینم چرا مردم، چرا بزرگان مملکت ما اینجوری هست. من الان به خاطر هفت
به خاطر 7 واحد که میخواستم مهندسی برق بگیرم، به خاطر 7 واحد این سر ذات منفی هم در الان 1.5 سال دنبال بدبختی و کارگری هم از این دانشگاه هم بعد 1 سال دانشگاه هم تموم نشده. 1 سال منظور 1 سال یعنی 7 واحد میده که من الان این 7 واحد 1 سال دور نشده من بخوام مدرکم رو بگیرم. یعنی شما برای این که 7 واحد رو پاس کنی چه کار کردی؟ من اینو متوجه نشدم عزیزم. گفتی 7 واحد داشتی که باید پاس میکردی و بعد چی شد رفتی توی مغازه کار کردی؟ من نفهمیدم اینو. میشه اینو دوباره توضیح بدی؟ 2 سال پیش بابا مرد ها؟ بله. 2 سال پیش. بعد رفتم مغازه فرفود اداره کردم. بله. تو شهری که دانشگاه اونجا بود. بله بله. خب باید اون رو صحبت کن. شما گوش کن. صحبت کن عزیز من. خب اینجا من 1 سال دیگه درس داشتم تا درسم تموم بشه خب؟ بله. بعد عزیزم اینجوری نمیشه، شما نمیخوای صحبت کنی، یعنی اصلا واقعا خیلی عذاب آوره. یا صحبت کن یا اینکه اجازه بده دیگران صحبت کنن. بعد اومدم این مغازه رو اجاره کردم، مغازه واسه یه مرد نظامی بود، سردار بود، رئیس کل مواد مخدر استانشون بود. بله. بعد من مغازه رو اجاره کردم، مرخصی گرفتم از دانشگاه، مرخصی گرفتم که پول در بیارم. 20 میلیون تومن به خاطر پول پیش از من گرفت. من 20 میلیون تومن رو نزول کردم، پول نداشتیم از همون اول. بعد 1 سال اینجا من کار کردم، تازه پول پیش هم رو صاف رفتم. یعنی 20 میلیون رو دادی؟ بله. خب بعدش چه اتفاقی افتاد عزیزم؟ خیلی حاشیه میرید شما و سخت میکنه کارو. بعد میخواستم اینو بهتون بگم که بزرگان ما نظام این سران مملکت ما از قدرتشون سوء استفاده میکنن. متوجه شدم. خب بالاخره الان متوجه شدم. ببین عزیزم، شما توقع داشتید که فلان سردار چه کار کنه؟ اون سردار شده چون حق دیگران خورده تا سردار شده، وگرنه اصلا به اونجا نمیرسید. باید ناحق روی ناحق میذاشت، آجر ناحق روی آجر ناحق و سردار میشد. شما به یه سردار اعتماد کردی و فکر کردی میری و اون مغازه فست فود که یکی از دونه های تسبیح اون آدمه، رفتی اجاره کردی، معلومه که کلا سر شما میذاشته. بفرمید. الان سلام، خسته نباشین آقای بهاری. بفرمایید خانم. الان سلام، خسته نباشین. میخواستم از زندگی خودم صحبت کنم. این جمهوری اسلامی ایران نمیدونم چیه واسه ما، این چه زندگی واسه ما درست کرده. من یه دختر جوان 24 ساله روزا برم بیرون کار کنم، شبان بیام تو خونه کار کنم، شوهرم محتاط، این چه زندگیه؟ این چه آخه مملکتیه واسه ما درست کرده این آخونده؟ کارت چیه دخترم؟ شما شغلت چیه در بیرون؟ کارگری کار میکنی؟ من بیرون بیرون میرم بسته‌بندی، کار بسته‌بندی میکنم، بسته‌بندی خوشگوار. بله بله. بابام میارم تو خونه کار میکنم، با دو تا بچه، همسرم هم محتاطه. این چیه آخه مملکتیه؟ یه جا میگی کار کنی، میخوای بری یه جا سر کار، پیشنهاد خرجی یا نمیدونم از این چیزا میدن. اصلا مملکت می شده اصلا کثیف، اصلا نجس، نمی دونم این آخونده چی کار کردن. چند وقت دخترم که شوهرت معتاده؟ چند وقت؟ بله بله. چند... واقعا اصلا من موندم اصلا چی کار کنم، همه معتادی، نمی دونم هرزگی، چرا خواهی اینجوری بشه؟ چند وقت همسرت معتاده عزیزه؟ بله. همسرت چند وقته؟ بله؟ که معتاده؟ 8 سال الان مرتده، 8 سال مرتده با یه 2 تا بچه. بعد خب تا حالا اقدام نکرده این که همسر ترک بکنه؟ کمک نکرده این که اذیت میکنه؟ اصلا یه دونه میخوام برم وام بگیرم یه پولش خونه بدم، 1000 تا نمیدونم 2 تا 3 تا ضامن میخوان. آخه این چه مملکتیه؟ یه جا میری میگن پارتی داشته باشی، یه جای بهتر میخوای بری سر کار میگن پارتی داشته باشی، نمیدونم پیشنهاد فرزگی میزنه. آخه این که مملکتیه؟ من خیلی ناراضیم از مملکتمون.
خواستم به همین آخوندهای کثیف بگم یه ذره به مملکت برسن، این چه کاری، همه محتاط، همه هر جا میری اصلا زن و مرد اصلا سالم نیستن. من میخوام یه نیم ساعت برم بیرون گروه دلم باسته بگردم نمیتونم برم، اونقدر یعنی آدمای عوضی کثیف هستن. خب ببین دخترم، من چند بار ازت سوال کردم که چالا کمک کردی که همسر ترک کنه، 8 سال با یه مرد معتاد زندگی کردن نه تنها آسون نیست بلکه به شدت عذاب آوره، گویا جواب ندادی. اگر دوست داشتی مجددا تماس بگیر بیشتر صحبت کنیم، آیا راهی هست که کمک کنیم به تو برای ترک اعتیاد همسرت؟ بفرمید. الو. بفرمید. آقای دامی شما در این صدا شناخته شده است، اتاق فرمانم صدای شما رو میشناسن. شما یه مثل نوار ضبط شده یه چیزی داری که میای روی خط میگه آقای بهاری مردم مثلا یا نام چی به شما دادن که اینجوری علیه ما حرف بزنید؟ به نظر میاد حالت خوب نیست و خب چون صدات هم میشناسن من نه قطع شد صدات و میشناسن رو خطت نمیارن و الان هم دیدی که صحبت کردی صدات رو قطع کردن. این کارو نکن آقا، چند بار من بهت گفتم به خودت احترام بذار، به شخصیتت احترام بذار، بحث داری بحث کن، اصلا حرفی درش نیست. شما مخالفی، چند بار من گفتم هر کس که راجب تهاجم فرهنگی در دفاع از خامنه ای حرف داره بیاد حرفشو بزن، مردم جوابتو میدن یا اصلا مردم قانع میکنی و اینجوری فکر کنی. شما بیا حرفتو بزن ولی حرفی نداری. خب این برای خودت هم بده. آخه من نمیدونم چجوری زندگیتو میگذرونی، خیلی تحقیرآمیزه اینجوری آدم با این تحقیر دائما زندگی کنه و این تحقیر رو به دوش بکشه. آخه چرا این کار رو باید بکنی؟ بالاخره برای خودت یه ارزش باید قائل بشی و بگی آخه من برای چی یکی به من بگه برو تو این خط این حرفا رو بزن؟ آخه چرا بگم؟ خب خودت تو زندگی خوبی داری؟ اصلا این زندگی تو برای خودت درست کردی که با تحقیر خودت دستمزدی بگیری؟ این چی آخه؟ من نمیدونم، توصیه هم بدینه، من نمیدونم جوونی پیری نمیدونم، ولی صدات اینجور به نظر میاد که جوون باید باشی و به جوونی خودت باید فکر کنی و ادامه زندگیت با این تحقیر نابودت میکنه و قطعا به بیشتر به خودت احترام بگذار، به عنوان یه فرد با آزادی فردیت احترام بگذار. من اینها رو گفتم چون واقعا من دلم میسوزه، دلم میسوزه و دلم میخواد که تو آدم با شخصیتی باشی، حتی اگه مخالفی میان مخالفتتو میگی، ده ها نفر رو این خط میان استدلال میکنن، نظر میدن، خودشون هم تأخیر نمیکنن، نظرشه میاد نظر میگه با سماجت دفاع میکنن، خب بحثمونو حرفمونو میزنیم، ولی تو این کردن و اینا به هر حال بگذاریم. ببینید تلفن این خانم که امیدوارم مجددا تماس بگیره بلکه راهی پیدا کنیم برای ترک اعتیاد همسرش، بخشی از زندگی اعماق این جامعه است. این صدا رو باید ضرب در میلیون ها کرد، میلیون ها، با کمال تأسف، با کمال تأسف این صدا از اعماق میلیون ها نفر در میاد که با اعتیاد با فقر درگیرند و باید راهی پیدا کرد. امیدوارم که بشه به این زن کمک کرد. احیانا اگر شما کمکی به نظرتون میاد، راه های ترک اعتیاد رو باید گفت، خود این زن رو باید کمک کرد که بفرمید. الو سلام آقای بهاری، من همون یک الان قطع شد. آره عزیزم، آره حتاتون شنیدم. ببخشید من همسرم 2 ماه پیش خود کرد، رفته بود کمپ از خیابون، رفته بود قرمیره میگیره دیاره از خیابون گرفتن که بودن کمپ. بله. الو. بله بله. گرفتم بردنش که کمپ، اونجا کشتنش. هر چی پزشکانه این ور اون ورم رفتیم گفتن هیچی نیست، خودش مرده. بعد از 2 ماه من نمیدونم چی کار کنم، با 2 تا بچه موندم، یه دیگه خونه بگیری میگم باید دم نمیدون بدی، پول پیش بدی، بعد یه خانم تنها خونه نمیدن، اصلا موندم چی کار کنم. پدر مادرم مثلا انگار نه انگار بسته دارن، اصلا به فکر من نیستن، یه داداشم یه خواهرام، هیچ کدوم میگن اگه پول داری فامیل مایی،
نداری که هیچی. من هم همینجوری موندم، دست رو دست گذاشتم، باید تو بچه هستم، نمیدونم چی کار کنم. همین میخواستم همین رو بگم، دلم مونده بود. دخترم شما 16 سالت بوده ازدواج کردی؟ بله. شما 16 سالت بوده ازدواج کردی؟ نه 16 سال نیست، من 12 سال ازدواج کردم. بعد 8 سالم همسرم معتاد بود، خودم میرفتم سر کار. دو ماه پیش شما مگه چند سالت بوده؟ مگه شما 12 سال، من خودم 24 سالمه. خب شما 12 سالت بوده ازدواج کردی؟ یعنی من 12 سال ازدواج کردم، 8 سال خودم رفتم سر کار، 12 سال همین شوهرم معتاد بود، 8 سال که خودم رفتم سر کار و با دو تا بچه با قولم بچه هم میبردم سر کار، پیش خودم تو گرما تو سرما، اصلا نمیدونم چیکار میخواستم بکنم، به خاطر آبروم، به خاطر دو تا بچه که پیش مردم آبروم نره، هم صبح میرفتم سر کار هم شب. تا 2 ماه پیش همسرم از خیابون گرفتن بودن کم تا همین چهارباغ مهرآوران، دو روز مونده بود اونجا، صبح زنگ زدن به من گفتن بیا، رفتم اونجا گفتن اینجوری فوت شده، گفتم بلکه شما کشتین، شکایت هم کردم هیچی، گفتن نه تقصیر شوهر خودت بود دیگه، ممتاز بود مرده دیگه، هیچی به هیچی تمام شد رفت. هفت مارم ضایع کردن، هفت مارم دادن به کمسیا، گفتن آره این خودش مرده. الان هر جم میرم خونه بگیرم میگن نمیدونم بالاترت مرد نیست و بزن خونه نمیدیم و نمیدونم باید 10 میلیون پول پیش بگیریم، بهونه میگیرن دیگه، اصلا نمیدونم چیکار کنم. بچه ها چند سالشونه عزیزم؟ بچه ها چند سالشونه؟ بچه ها چند سالشونه عزیزم؟ بچه هم 11 ساله و 10 سالن. پسرن، دخترن، چجوریه درس خوندنشون، مدرسه رفتنشون؟ همون دیگه مدرسه رفتن، از صبح من مثلا میخوام برم سر کار، دو تا بچه رو چجوری بذارم تنها توی خونه، یه پسر یه دختر رو چجوری بذارم تو خونه برم، به خواهر میگی، به مادر میگی، به برادر میگی، میگن به ما چه، اگه پول داری ما فامیل شمایی، اگه پول نداری ما فامیل شما نیستیم. این که از خونه آدمه، از جنس آدمه، اصلا میگن نه برو، اصلا با همه یعنی قرد کردن با هم، اصلا هیچ کدوم اصلا یه حالی از من یعنی خوشم. خب بچه ها مدرسه میرن یا نه دخترشونم؟ بچه ها مدرسه میرن؟ بچه ها مدرسه میرن یا نه دخترم؟ بچه ها مدرسه میرن، بله مدرسه میرن، یکیش کلاس چهارمه، یکیش هم سومه، مدرسه میرن. خونمون هم 8 گرده کلو کلو. مرسی عزیزم، ممنونم که زنگ زدی، واقعا تکان دهنده است. یعنی یه وقتا حرفی برای من شخصا الان حرفی برام نمیاد، اینقدر این تماس تکان دهنده است. اگر شما همسایه و نزدیکان این زن هستید، صداشو میشناسید، در 8 گرد زندگی میکنه، ببینید که فوراً باید بهش کمک کنید، اصلا معطل نکنید، به خودش و دوتا بچه هاش فوراً باید کمک کنید. و این جامعه اینجوری آغوش محبت خودش رو باز میکنه نسبت به هم نوعان خودش. اینها قربانیان میلیونی حکومت اسلامی هست. همینطور که گفتم این زن عزیز رو زردر میلیون کنید، زردر میلیون ها، تا حقیقت زندگی مردم در ایران منعکس بشه. جانم بفرمید. سلام آقای آقاری. جانم بفرمید. زنده باشید. الو سلام. بفرمایید عزیز، صدای شما هست. خسته نباشید. خوب هستید آقاری؟ آقا این گیرنده قبلیتون بود؟ نه این خانم قبلی که زنگ زد گفت رژیم ایران فلان و بما. یه مطلعه میخواستم نده آقا من بدون استاد شما خیلی عرض میکنیم حتما دو مردی که اگه تو چش چهارده با کنی دور برد و ببینه قشن مطمئن میشه که جمهوری اسلامی چه خبره. همینطور. خب الان نمونهش بود از... کاملا درست میگه. خب خود این خانم یه نمونهش بود دیگه، خیال کردن این یه نفره، میلیون ها نفر دارن اینجوری زندگی میکن. ببین ما خود ما الان یه جوانی یه بچه دارم تو خانه میشه 3 نفر. بله یه جا داریم کار میکنه روز 10 تومن
من نمیدونم اون سری هم بهتون گفتم. آره آره عزیزم گفتم با آقای کیوان جاوید زنگ زدم بهش گفتم. نه گفتم اون یه جا میگه گفتید که نگهبان یه جا هستیم. بله نگهبانیم روز درستان 300 تومن داری میگیریم تا اینجاش که مشکل نداره. خب به مثلا این طرح ما درسته گرونیه فلان بمانه مشکل زیاده درست ولی خب چه کارش کنیم و در خط جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم که خدا ریششون رو بکنه. آقای احمد نژاد وقتی اومد تو دور سر همین یارانه ای که داد به مردم ملت رو خرج کرد بنزینه که لیتریم فکر کنم 500 تومن بود که ما قشن یادم یه بار وقتی پر میکردم 500 تومن میدادیم تا اینجاشون که مشکل نداره. بله بله صدای شما هست عزیزم. بعد عرضم با حضور شما بعد منم چه کار کردم آقا بنزینه کردی که 700 تومن روحانی اومد چه کارش کرد بنزینه کردی که 1000 تومن. این جمهوری اسلامی ایرانه. حالا اون بنده خدایی میگه نه من جمهوری اسلامی اینه هیچ مشکل نداره فلان تو چه کار کردی بگو حالا تو که اونجا نشستی یه فکر به حال مردم کن وای تو بحث توش نی بیا آقا تو فکر آقا مردم اینا همه دارن زنگ میزنن به شما دارن به من گوش میدن به نصرشون خیلی بگم شرخا نیست آقا تو اگه حرف آدم حادید میشه خب بیا این وسط بگو دوره اینا ما این کار برای ملت ایران کرده تا حده ها خودم هم بدن که جمهوری اسلامی را چکار کرده برای مردم بده از اینکه گرونی ها و فساد رو برد تو کشور چون بدهی که سر مردم در مواردی در برده. ممنونم عزیزم چون دقایق پایانی برنامه از فرصتی هم باقی نیست که ما تلفن دیگه ای بگیریم. از تماسی که همه شما روی خط داشتید سپاسگزارم اما در لحظات پایانی باز هم میخوام تأکید کنم که در هشت گرد اگر این زن جوان رو با دو تا بچهش میشناسید بلا فاصله در فکر کمک به اینها باشید تنهاشون نذارید. آغوش مهربان جامعه اینجا معنی پیدا میکنه و میلیون ها نفر اینگونه همدیگر رو در آغوش میگیرن اما پایان دادن به این مهنت بی پایان به این هرمان بی پایان کار ما مردمه. کار ما مردمی که اعتراضاتمون علیه جمهوری اسلامی تعبیر میشه به تهاجمات غربی. ما غربی هستیم حالا چی میگین؟ ما نان آزادی و کرامت انسانی میخواییم اینا غربیه. ما غربی ترین آدم هاییم. اگر آزادی و رفاه و خوشبختی و شادی غربیه ما از همه غربی تریم در این تردید نکنید و جمهوری اسلامی رو با همه نکبت و عقب موندگی و تهجر و ارتجاعش به زمین میزنیم و این حق ماست که این کارو بکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحال شدم از صداهایی که امروز شنیدم و تا به حال نشنیده بودم. مراقب خودتون باشید و به امید دیدارهای دیگه و به زودی.